Merci, merci, merci. Jag skulle bara helt kort först få hälsa alla välkomna och på LOs och Transportarbetareförbundets vägnar som driver facklig plattform för Iran hälsa våra vänner från Iran välkomna till det här mötet. Och det är så roligt att kunna hälsa Reza, Davud och Logman välkomna hit till vårt möte här. Och det är dessutom roligt att se så pass många med intresse för Iran, trots att Iran nu har börjat spela sin första VM-match mot Marocko. Men den går i repris. Reza kan inte prata mer i repris efter det här mötet. Jo, det kan ju i och för sig, men... Mötet kommer att gå till på det sättet att delegationen kommer att berätta om situationen, vad de har varit med om, tankar kring framtiden. Eventuella frågor kommer vi att ta hand om på det sättet att ni får en lapp av Said och så skriver ni ner frågorna och delegationen kommer sen att söka svara på de frågorna. Så med de orden så lämnar jag ordet till Reza. Tack så mycket. Det har varit jätteroligt att umgås med dig de här två dagarna. Thank you, Aaron. Jag är Leif Isaksson, مسئول انترناشیونال LO. خوش آمد گویی گفت به همه شما. و ضمناً گفت یک خیلی خیلی واسه لیف جالبه که این تعداد از ایرانیا چیز نشون دادن، شوق نشون دادن که بیان اینجا با رضا دیدار کنن و حرفاش گوش بدن، با توجه به این که فوتبال هم دست شروع میشه ساعت 5 فوتبال ایران و مراکو. به قول لیف میگه فوتبال میشه تکرارش میشه تو تلویزیون کرد، ولی حرفای رضا شاید تکراری نباشه. فقط خوش آمدگی گفت و امیدوارم موفقیت و اظهار خوشحالی کرد که رضا و داوود و لقمان اینجا هستن در حضورشون، اونا توانستن که مهماندارشون کنن. سلام عرض کنم خدمت همه دوستان. قبل از اینکه خودمو معرفی کنم و شروع به صحبت بکنم، به خاطر اینکه سالها با رفیقم هموندیم زندیات شاروخ زمانی در زندان موندم و خاطرات زیادی باش دارم، به خاطر پاسداش و یا یاد و نامه نام شاروخ زمانی یک دقیقه سرپا و سکوت کنیم. خیلی ممنون. سپاسگزارم. سلام و عرض ادب دارم به همه دوستان و رفقایی که اینجا تشریف دارن و از حضور شما بی نهایت تشکر میکنم. واقعا خوشحالم که دوستان من و رفقای من در اینجا هستم و از نزدیک این دوستان رو دیدار و ملاقات کردیم و جا داره که از
همه تلاش های شما دوستان که در چند سالی که من در زندان بودم با حمایت ها و همراهی هایتون و اکسیون هایی که گذاشتیم و پشتیبانی کردیم منو بی نهایت تشکر کنم. رضا شهابی عضو هیئت مدیره و مسئول مالی سندیکای شرکت واحد هستم و به دعوت سندیکاهای فرانسه جهت شرکت در اجلاس سازمانی جهانی کار به فرانسه اومدیم به اتفاق همکارم عضو هیئت مدیره آقای داوود رضوی و همکار صنفی معلمان آقای لقمان ویسی. دوستان واقعا نمیدونم چی بگم، زبانم قاصر است از اینکه شما دوستان رو اینجا میبینم و واقعا الان حس میکنم که شما دوستان الان چه حس و نظری دارید، اما خوشحالم، خیلی خوشحالم و به خاطر حمایت های شما، همراهی های شما که اگر نبود من در اینجا نبودم. به افتخار خودتان دست بزنید. من گوشی رو دوباره درود می‌فرستم خدمت همه حاضرین و خیلی خوشحالم که در شهر استکهلم با هموطنان ایرانی ملاقات دارم. من همونطور که دوستم معرفی کرد داوود رضوی هستم و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌های تهران. ما به دعوت کلکتیو سندیکای کارگری فرانسه برای شرکت در نشست اجلاس ILO تونستیم این بار موفق شدیم که این سفر رو به انجام برسونیم، چون در 3 سال پیش من از ورودی هواپیما برگردونده شدم و تا چندین سال هم ممنوع خروج بودم. خوشبختانه امروز تونستیم که در خدمت هموطنان خودمون و هدف ما از اومدن به شهر استکهلم در واقع دیدار با مسئولین LO که سندیکای معتبری هست و تا کنون حمایت هایی هم از زندانی بودن اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و کلن از مشکلاتی که گریبانگیر فعالین کارگری و سندیکایی در ایران هست با بیانی هاشون حمایت کردن. هدف این بود که کلن هدف ما از این سفر این بوده که ما رابطه سندیکاهای مستقل کارگری در ایران و سندیکایی رو بتونیم رابطه شون رو با سندیکاهای اروپا در تمام نقاطش محکمتر کنیم و این رابطه به طور مستقیم با خود سندیکاهایی که در ایران هستن مثل سندیکای واحد، نیشکر هفت‌تپه و قانون صنفی معلمان و دیگر سندیکاهایی که در آینده شاید شاهد رشد و نمودشون باشه. من فکر میکنم که این جلسه روی سوال جوابه. اگه دوستان سوالاتشون همونطور که گفتن دوستان میتونن بنویسن و ما پاسخ بدیم در حدی که بتونیم پاسخ بدیم. صحبت کنیم، صحبت کنیم، من خود معرفی کنم، شروع کنیم. ما دوستان اصلا بحث این نیست، ما بحث محدودیت اینا نیست، بحث اینه که ما گفتیم بنویسن، ما هر سوالی که بتونیم و در حد توانمون باشه پاسخ بدیم، نه اینکه بخوایم سوالی رو سانسور کنیم.
اصلا موضوع این نیست. خواهش میکنم این سوء تفاهمو کنار بذارید. فقط هدف اینه که ما سوالاتی که در حیطه ببینید، ما اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و کانون صنفی معلمان کردستان اینجا هستن. ما سوالایی که در این حیطه باشه خب میتونیم پاسخ بدیم. الان شما مثلا راجع به مسائلی که ما هیچ اطلاعاتی نداریم، ما از این نظر فقط میگیم، وگرنه هر سوالی که مربوط به بخش حوزه کارگری و فعالیت ما هست، ما با جرأت و صادقانه پاسخ خواهیم داد. خیالتون راحت باشه. دوستان ما دو ساعت و نیم وقت بیشتر نداریم، حالا خودتون میدونید، میتونیم جلسه رو همینجوری ببریم به آخر. دوستان خواهش میکنم نظم جلسه رو رعایت بفرمایید. هر سوالی که دوست دارید بنویسید به ما بدید. ما اینجا آنچه را که در توانمون باشه پاسخگو خواهیم بود و جواب خواهیم داد. ضمن این که از آقای لیف حضور ندارن؟ چون رفتن که من فراموش کردم از ایشون تشکر بکنم، از ال او، از ترانسپورت کومنال که واقعا یه شرایطی رو فراهم کردن، ما رو از فرانسه به سوئد دعوت کردن و این شرایطی که الان اینجا ایجاد شده به واسطه همکاری ال او سوئد بوده و جا داره که از مسئولین این تشکل‌های کارگری قدردانی بکنیم و این اتحاد همبستگی امیدوارم که همچنان مستمر باشه در راه دفاع از منافع طبقاتی جنبش کارگری ایران و جهان. همکارم آقای ویسی صحبت می‌کنند. درود میگم به همه دوستان عزیز و خوشحالم که در جمع این چنین همدیگه رو می‌بینیم و شاهد شکل گرفتن و رشد یک نوع همبستگی بین جنبش معلمان و جنبش کارگری ایران با جنبش کارگری در خارج از ایران هستیم. یک ضرورت واقعی، یک ستم واقعی و یک استثمار واقعی باعث شده که معلمان، کارگران و بقیه اقشار فرودست جامعه ضرورت ایجاد تشکل مستقل از دولت رو احساس کنن و همین مسئله باعث شده که تشکل‌هایی به عنوان نمونه اتوبوسرانی، هفت تپه و معلمان شکل بگیرن، با وجود اینکه تا این لحظه بهای زیادی داده شده برای اینکه این تشکل‌ها اولا شکل بگیره، ثانیا ادامه بده به کارش و فعالیتش. این جنبش واقعی با خواست‌ها و مطالبات واقعی و صنفی خودش نیاز داره که خارج از ایران هم متحدین خودش رو داشته باشه و تقویت بشه، به خصوص موقعی که فعالین صنفی در ایران تحت انواع فشارها قرار میگیرن. لازمه که در بیرون از ایران اتحادیه‌های کارگری، سندیکاها، فعالین کارگری با فشاری که در حد امکان میتونن وارد کنن به مناسبات حاکم در ایران، بتونن این فعالین رو در حد امکان از زیر فشار زندان و حبس و تبعید و اینا بیرون بیارن، به امید اینکه بتونیم قدم‌های اساسی برداریم و به امید اینکه این نشست بتونه دستاوردهایی رو که مد نظر هست داشته باشه. متشکرم. خیلی ممنون. من اولین سوال رو میخونم. سوال کردن: با در نظر گرفتن عامل یا عوامل خارج از طبقه کارگر و موانع و مشکلات و انحرافات ایجاد شده که برای کارگران خلق می نمایند،
البته سیستم و آنچه تولید و باز تولید می نماید انتزایی نیست و عینی و روانی به درون طبقه نفوذ دارد. طبقه کارگر ایران به لحاظ درک معرفتی، طبقاتی و سیاسی در جهت برپایی تشکلات خیش از چه کمبودی رنج می‌برد. قدرت عمل تشکل‌هایی چون سندیکای رانندگان اتوبوس تهران یا مشابه در کشمکش‌های کار و سرمایه و یا بهتر بگوییم زندگی و تباهی آیا چنان است که تجربه و الگویی برای دیگران باشد؟ خیلی ممنون. اسمش هم ننوشته دیگه. ممنون سوالشون. من فکر میکنم که حضور امروز ما در اینجا نشونگر بخشی از نتیجه و تلاشیه که سندیکای کارگران شرکت واحد تا امروز انجام داده. هرچند که اگه من بخوام از دستاوردهای این سندیکا بعد از سال 84، بعد از اون اعتصابات دیماه و بهمن ماه 1384 که منجر به دستگیری بیش از 400 راننده و اخراج 250 راننده گردید و تا امروز هنوز از تبعات و ترکش های اون فشار هنوز دارن اعضای این سندیکا تحمل میکنن و دائما تا همین الان که من صحبت میکنم، خب آقای شهابی بعد 6 سال از زندان اومده اینجا، من هم خودم در حکم جدید محکوم به 5 سال زندان شدم و رفته تجدید نظر. این من اگه بخوام به بخش دستاوردش اشاره کنم، اون چه که ما تو ایران دیدیم تا سال 84، از اونجایی که شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر تحمیل شدن به کارگران در کشور ما از بعد از دهه 60، یعنی اوایل دهه 70، کارگران نه تنها هیچ دستاوردی نداشتن، بلکه اون دستاوردهایی هم که با تلاش‌های جمعی در دوران قبل به دست آورده بودن و قانون شده بود، اونها هم بخشیش رو از دست دادن و سندیکای کارگران شرکت واحد اون بخش رانندگان و کارگرانی که مجموعاً بیش از 16,000 نفر بودن در شرکت واحد از حد اقل ترین حقوق برخوردار بودن. ما بسیار خیلی محکم میتونیم بگیم که در وهله اول بزرگترین دستاورد این بود که تا سال 84 هیچ گونه تشکیلات سازماندهی شده مستقلی که بدنه داشته باشه و با بدنه خودش ارتباط داشته باشه ما در جامعه کارگریمون وجود نداشت، یا حداقل ما به طور آشکار و علنی ندیدیم همچین چیز. سندیکای واحد این تاثیرگذاری گذاشت که پاشو فراتر گذاشت و اون چه که اراده خیلی محکمی که از بالا بود و دولت‌هایی که اومده بودن به هیچ عنوان حاضر نبودن تشکیلات مستقلی رو تحمل کنن، مجبور شدن که این سندیکا رو بپذیرن، هرچند نه به طور رسمی، اما تلویحاً امروز نمایندگان سندیکای واحد برای چانه زنی برای مطالبات رانندگان شرکت واحد هنوز هم در شورای شهر، شهرداری، حتی بخش مدیریت شرکت واحد اونجا چانه زنی میکنن، در صورتی که از سوی دیگه تهدید میشن، زندان میرن و هر حال این فشارها هم روشون هست، اخراج میشن از کار. اینی که میخوام بگم در واقع سندیکای واحد برای حق داشتن ایجاد تشکل‌های مستقل تلاش به سزایی اگه قلوف نکنم میتونم بگم در جامعه کارگری ما کرده. حالا ظرفیت جامعه ما امروز اینه که سندیکاها بهتر میتونن فعلا جلو برن. شاید اگه ما به دهه 60 نگاه کنیم، بله شورای کارگری بودن، قوی بودن، ولی امروز دیگه با وجود اون سرکوبی که در اون دوران شد،
امروز این سندیکا تونستن طی 14 سال 15 سال گذشته شکل بگیرن، سندیکای نیشکر هفت‌تپه و شرکت های و دستاوردهای بیشماری به دست آوردن. من یک بار دیگه هم اینو گفتم، یکی از دستاوردهایی که سندیکای واحد برای رانندگان خودش گرفت این بود که حقوق رانندگان و کارگران شرکت واحد بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که سالیان سال بایکوت شده بود در سال 85 تا سقف 250 برابر اضافه شد. یعنی این یه رقم خیلی بالاییه، یعنی شما حساب کنید دو برابر و نیم تقریبا حقوق یه راننده در ماه اضافه شد. یعنی شما ببینید چقدر یک راننده شرکت واحد از نظر معیشتی در مضیقه بوده که یه دفعه تا 250 برابر حقوقش اضافه شده. این چقدر مطالبات طلب داشته، این نشون میده که شوراهای تحمیل شده به شوراهای اسلامی، من اصلاح کنم شوراهای اسلامی کار شرکت واحد که تحمیل شدن به رانندگان شرکت واحد از اوایل دهه 70 تا 84 هیچ گونه دستاوردی نداشتن. همه این مطالبات بوده که من اگه بخوام اشاره کنم وقت این جلسه گرفته میشه. به نظر من تأثیر بسزایی داشته. حالا چرا شکل نگرفت، ادامه پیدا نکردن این سندیکا، اونو در سوالات بعدی خواهم بهش پرداخت. من دوستان همونطور که می‌دونید من بعد از 6 سال از زندان آزاد شدم و در طول این 6 سال تحت فشار بودم و در نهایت 19 ماه در انفرادی بودم و با وجود فشارهایی که در زندان بر من تحمیل شد و در خارج از زندان هم بر خانواده هم تحمیل شد، که جا داره از همسر عزیزم رباب رضایی هم یاد کنم، واقعا در طول این چند سال یار و همراه و پشتیبان من بوده، برای فرزندانم هم پدر بوده هم مادر، با سبزی درست کردن و درست کردن هم هزینه بچه هامو تامین کرده، اجاره خونه و تحصیل بچه هامو، هم در زندان هزینه های من رو فراهم کرده. و حرفی که این خانومم بعد از 15 روز انفرادی که به دلیل پیگیری هایی که انجام داده بود که همسر من را دزدیدن و نامنگاری هایی که تا دادگاه حقوق شهروندی و دادستانی و مصاحبه هایی که انجام داده بودن و این گفتگوها فشار زیادی و به نیروهای اطلاعاتی وارد کرده بود، بعد از 15 روز به من اجازه تلفن دادن تا من وضعیت خودم را به همسرم بگم. اولین تلفنی بود که من به همسرم زدم، وقتی تلفن گوشی رو دخترم برداشت و گفت باباست و همسرم گوشی رو گرفت و من باش سلام که کردم بغضم ترکید. هیچ موقع یادم نمیره حرفی که همسرم زد، گریه داری میکنی؟ برای چی؟ مگه چی کار کردی؟ گفتم نگران حقیقتاً شما هستم و بچه ها هستم، نگران هزینه مالی شما هستم. خانمم گفت نگران ما نباشت، مواظب فقط خودت باشت و اون چیزی که فکر می‌کردی و در راهش قدم برداشتی محکم وایستا، شده نون خوش می‌خوریم ولی گردن به اینها کج نمی‌کنیم.
بعد از این گفتگو واقعا من انرژی مضاعفی گرفتم. بعد از این بود که در سلول انفرادی دیگه برای خودم فکر میکردم چه باید کنم و چه باید بگویم. تو مدت بازداشت خیلی اذیت شدم، ضرب و شتمهایی که فشارهایی که بر من وارد شد و اتهامهایی که بر من وارد شده بود به اتهام اجتماع توانی تبلیغ علیه نظام، همکاری با سازمان مجاهدین خلق و غیره، و اون هم به اعتراف یکی از اعضای سندیکای شرکت وایت که به نام سعید ترابیان، متاسفانه این فشار رو بر من وارد کرده. ولی به هر حال این روزا گذشت. با همراهی و حمایت و همبستگی جهانی، طبقه کارگر جهانی، داخلی، خارجی و حمایت‌های نهادهای بین‌المللی و همکارانم در سندیکای شرکت واحد، معلمان، اتحاد بازنشستگان، سندیکای نیشکر هفت‌تپه و و و اینها، در نهایت بعد از 6 سال با شرایط سختی که داشتم اسفند سال گذشته از زندان آزاد شدم و در این مدت ضربات جسمی زیادی هم خوردم که از ناحیه گردن و از کمرم مورد عمل جراحی قرار گرفتم. کاملا شما در جریان هستید. میخوام اشاره کنم به اون چیزی که همکارم آقای داوود رضوی فرمودن در راستای اتحاد و همبستگی و پیگیری مطالبات کارگری از طریق تشکل‌های مستقل کارگری از جمله سندیکا یا کانون صنفی معلمان. همه می‌دونید که وضعیت کار و بیکاری در کشور ما بیدادداری می‌کنه. همه می‌دونید که کارگران به هیچ عنوان حق ایجاد تشکل مستقل کارگران رو ندارن. همه می‌دونید که هر گونه فعالیت صنفی و هر گونه پیگیری مطالبات با برخوردهای پلیسی امنیتی و قضایی برخورد می شود و کارگران را به انهای مختلف به حبسهای طولانی مدت محکوم می کنند. همه می دونید که قراردادهای سفید امضا، قراردادهایی که سفته گرفته می شه، قراردادهایی که یک ماه دو ماه هست، کارگران نمی توانند تشکلهای خودشون رو تشکیل بدن. اگر بخوان اقدام به تشکیل سندیکا بدن، کارفرما کاری باش نداره تا روزی که موعد قراردادش برسه و تمدید قرارداد نکنه. کارگران به خاطر همین مسائل حاضر است ذلت را بپذیره ولی دنبال حق و حقوقش نره. بنابراین ما با اتحاد و همبستگی و آگاهی می توانیم قدمی رو در راستای بهبود شرایط خودمون و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری برداریم. جز خودمون هیچ کس به درد ما نخواهد رسید و این کارگران هستن که میتونن شرایط خودشون رو تغییر بدن و آنچه را که میخوان به دست بیارن. بنابراین متاسفانه تشکل‌های دولتی زرد مثل شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده منتخب کارگران که بر اساس ماده 131 قانون کار دولت به رسمیت میشناسه و تشکل‌های خارج از این قانون قبول نمی‌کنه و تایید نمی‌کنه و خانه کارگرم که سال هاست خودش را به عنوان کنفدراسیون کارگری ایران معرفی کرده و با تشکل‌های خود ساخته فرمایشی کاغذی خودش را در مجامع بین‌المللی به عنوان یک فدراسیون معرفی می‌کنه، خودش مانع بزرگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری هست. آنچه که الان مهم هست برای کارگران با توجه به شرایطی که الان اتفاق افتاده در داخل کشور، بیکاری سرسام‌آور، فساد و فحشا، اعتیاد، قتل‌های خانوادگی، خودکشی و به هم خوردن کانون گرم خانواده‌ها که به دلیل عدد نبود کار و بیکاری که منجر به طلاق می شود، این هست که
ما تا الان با وجود شرایط سختی که هم که هست نتونستیم متشکل بشیم، اما این شدنی هست، در صورتی که ما کارگران همدیگر را پیدا بکنیم و آنچه که حقمون هست بر اساس قوانین بین المللی و استانداردهای جهانی بهش برسیم. من دیگه صحبت رو کوتاه میکنم. به سوال دوست عزیزم آقا حمید که فرمودن که اتحادیه کمونال در استان استکهلم در مجمع عمومی سال گذشته بنده را به عضویت افتخاری در آورده. من از این اتحادیه تشکر میکنم. دیروز هم با نماینده این اتحادیه صحبت کردم به اتفاق همکارانم، اما در مورد عضویت افتخاری من هیچ اطلاعی ندارم. نماینده این کمونال هم که اونجا بودن هیچ در مورد این عضویت افتخاری به من چیزی نگفته. قطعا اگر چنین چیزی بود اثری خانواده در زندان به اطلاع من میرسید و بلافاصله تشکر و قدردانی از این اتحادیه میکردم. با وجود اینکه الان هم در اطلاعی ندارم، اگر چنین چیزی هست من از این اتحادیه کمونال تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم که در فرصتی که حالا اینجا هست بتونم با این اتحادیه در مورد همین صحبت کنم. موقعیت تشکل‌های معلمان به لحاظ کیفی در چه شرایطی است؟ آیا امکان همکاری دائمی بین معلمان و کارگران وجود دارد؟ برای اینکه بخوایم در مورد جنبش معلمان ما یک بحث کلی و موقعیت جنبش معلمان بحث کنیم، باید به طور کلی یک نگاه عمومی به جامعه ایران داشته باشیم و شرایط با توجه به اینکه معلمان در کل ایران وجود دارن، دانش آموزان در کل ایران وجود دارن، یک سیستم بر ایران حاکم هست که امکانات به صورت برابر و مساوی بین دانش آموزان و مردم مناطق مختلف ایران تقسیم نشده، همچنین اینکه آموزش در ایران یک آموزش همزمان با نابرابر بودنش یک آموزش ایدئولوژیک هم هست، تشکل‌های صنفی معلمان در حداقل دو بعد معیشتی یعنی اقتصادی و بعد ایدئولوژیک در تشکل‌هاشون در این دو جبهه درگیر هستند. معلمان سعی می‌کنند که و به این نتیجه رسیدن سالها، البته سالهاست به این نتیجه رسیدن که برای پیگیری مطالبات جامعه بزرگ معلمین و دانش آموزان اولین چیزی که لازمه، اساسی ترین چیزی که لازمه اینه که تشکل مستقل از دولت خودشونو داشته باشن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نه در ایران و نه در هیچ جای جهان منافع مزدبگیران جامعه با منافع کارفرماها یکی نیست. همونطور که طبقات بالادست، دولت‌ها، سرمایه‌دارها، کارفرماها به طور کلی با هم متحدن در حفظ و پاسداری از منافعشون، طبقات پایین جامعه و از جمله معلمین هم باید متحد باشن برای پیگیری مطالباتشون و برای دفاع از دستاوردهایی که تاکنون داشتن. در ایران آموزش با مشکلات زیادی روبروه. از یک لحاظ معلمین برای اینکه بتونن تشکل مستقل صنفی خودشون رو تحمیل کنن و به دست بیارن، تا این لحظه ده‌ها زندانی دادن، ده‌ها تبعیدی دادن و در موارد زیادی هم معلمینی اخراجی داشتیم که آخریش رسول بدقی از معلمان، از فعالین صنفی تهران است. در ایران
با وجود اینکه در قانون اساسی به رایگان بودن آموزش اشاره شده، اما آموزش به معنای واقعی روز به روز داره به سمت پولی شدن میره. در سطح وسیعی مدارس خصوصی و مدارس پولی دایر شده، دانش آموزان زیادی از طبقات دارای جامعه طبیعتاً دارن تو مدارس درس میخونن با امکانات خاصی که لازم هست یک دانش آموز داشته باشه، و اکثریت دانش آموزان ایران که جزء اقشار فرود است و ضعیف جامعه هستن در مدارس دولتی با امکانات کم درس میخونن و همزمان باید برای درس خوندن پول بدن. یعنی پولی شدن اعلام نشده و به صورت خزنده در مدارس دولتی هم جریان داره. همین مسئله باعث شده که ما شاهد موج وسیعی از ترک تحصیل ها باشیم، به خصوص در بین خانواده های کارگری و زحمتکش و محروم جامعه و در مناطق حاشیه‌ای ایران. همین مسئله پولی شدن آموزش باعث میشه که دانش آموزان زیادی مجبور به کار کردن بشن و روز به روز بر تعداد کودکان کار در ایران افزوده میشه. در شهری که من تدریس میکنم، در شهر مریوان به عنوان معلم، خیلی از دانش آموزای خودم شبا در مرزهای ایران و عراق که مرزهای کوهستانی خیلی خطرناک مینگذاری شده و میلیتاریز شده به اصطلاح، میرن صبح میان سر کلاس خوابالود بدون علاقه به درس، بدون امید به آینده. وقتی که معلم ازشون میپرسه چرا میخوابی سر کلاس، چرا توجه نمی کنی به درس، در جواب تو میگه شب من کولبری بودم. این فقط وضعیت دانش آموزان مناطق مرزی نیست، در مناطق دیگه ایران هم خیلی از بچه ها، خیلی از کودکان همین لحظه در ایران در خیابون ها دارن کار میکنن، دارن مسئولیت حتی بچه های بزرگتر از خودشون رو بر عهده میگیرن، فقط به خاطر اینکه بتونن زنده بمونن، نه اینکه به معنای واقعی زندگی کنن. در ایران گزینش معلم یک گزینش استاندارد و مدرن و امروزی نیست. معلم باید قبل از هر چیز از لحاظ ایدئولوژیک مورد تایید باشه. در ایران معلمان به خاطر اینکه استخدام بشن، به خاطر اینکه از فیلتر گزینش عبور کنن، باید به خیلی چیزا التزام داشته باشن حداقل، و میبینیم که همین مسئله پولی کردن آموزش، مسئله گزینشی بودن معلمان، باعث شده که مشکل آموزش خیلی پیچیده تر از گذشته باشه. مسئله بعدی که معلمان، تشکل صنفی مستقل معلمان باهاش روبرو هست، مسئله فضای آموزشی نامناسبه. ما در ایران، در بسیاری از نقاط ایران، هنوز در مناطق محروم دانش آموزان در فضای آزاد درس میخونن، یعنی فضایی که بشه بهش گفت مدرسه، اسم گذاریش کرد گفت این مکان مدرسه است، وجود نداره. در بسیاری از مناطق مثل بلوچستان و بالاخره مناطق محروم ایران که همه شما آشنا هستید، این مسئله متاسفانه وجود داره. تا این لحظه هم بسیاری اتفاقات افتاده که آخرین نمونه هاش فرو ریختن دیوار یک مدرسه در بلوچستان و جان باختن یک معلم، و در شیناباد پیرانشهر هم آتش سوزی در مدرسه، و اینکه خیلی از بچه ها، خیلی از دانش آموزا دچار سوختگی شدن، متاسفانه هنوزم با درد همون سوختگی دارن زندگی میکنن. مسئله کیفیت کتب درسی، کیفیت آموزش از لحاظ محتوا، یکی از مسائلیه که معلمان
فعالین صنفی، جنبش صنفی معلمان میخواد دخیل باشه در تعیین محتوای کتب درسی، اما کوچکترین دخالتی نه تنها داده نمیشه، بلکه در صورتی که یک معلمی بخواد نقد کنه از این وضعیت، بالاخره جوابهای دیگه میگیره. همین لحظه 5 تا از همکارای ما در زندان هستند: آقایون محمود بهشتی لنگرودی، مختار اسدی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی که هنوز تحت بازداشته و خانواده‌اش زیاد خبر ازش ندارند، در مدت کوتاهی 2 بار در محل کارش در مدرسه و در تجمع روبروی سازمان برنامه و بودجه مورد ضرب و شتم قرار گرفت در برابر چشم دانش آموزاش و همکاراش. در روزهای اخیر هم یک همکار دیگه به اسم موسی رضا جلیلی جشن‌آباد بازداشت شده. متاسفانه فعالین صنفی در ایران به اتهاماتی، همونطور که رفیق رضا اشاره کردن، به اتهامات امنیتی متهم میشن. تا این لحظه کل معلمان دستگیر شده، کل معلمان تبعید شده، کل معلمان اخراج شده از کار و اونایی که احضار میشن به مراکز امنیتی متهم شدن، تهدید شدن به این که شما دارین کار خارج از مسائل صنفی رو دنبال میکنین و این مسئله هم یکی از مشکلاتیه که معلمان باش درگیرن. در مورد ضرورت ارتباط بین معلمان و کارگران، به نظر من هیچ دیوار چینی بین معلمان و کارگران وجود نداره. معلمان و کارگران به دلیل اینکه نیروی کار خودشون رو میفروشن برای اینکه بتونن زندگی کنن، یک سرنوشت مشترک دارن و به یک نوع استثمار میشن. حالا ممکنه یک تفاوت‌هایی باشه که این تفاوت‌ها از نظر من کیفی نیست. بنابراین ضروری ترین مسئله اینه که معلمان و کارگران متحد باشند و در کنار هم مطالباتشون رو دنبال کنند. خیلی ممنون دوستان. ببخشید دوستان، بعضی سوالا تکراریه که جوابش قبلا داده شده. حالا الان دوستمون نوشته با گرم‌ترین درودهای صمیمانه خصوصا به عزیزان که از ایران اومدن تشکر می‌کنیم. هر بحث و دیالوگی در ارتباط با مشکلات و مسائل روزمره زندگی کارگران، خصوصا راه‌های برون رفت از وضع موجود، در واقع بدون ایجاد تشکل‌های واقعی کارگران که با درک و دانش طبقاتی و سیاسی در دفاع و برابر کردن حقوق کارگران نباشد، نه کارگران به مسابقه طبقه مستقل و دارای رسالتی تاریخی و مبرم، بلکه دیگر بنیادها و روبنهای دیگر و اساسی جامعه در جای خود نبوده و وارانه و آن می شود که امروز در ایران بر مردم می گذرد. البته یه بخش خودشون جواب دادن که نبود تشکل‌های مستقل کارگری، در واقع نبود نهادهای مدنی، نبود احزاب، اینها همه باعث شده که چیزی در جای خودش قرار نگیره و افرادی که واقعاً ناکارآمد هستند در بخشی از قدرت حکمرانی کنند و متاسفانه وضعیت جامعه ما امروز به این شکل افتاده. من فکر میکنم که هم چون در سوال قبلی هم جواب داده شده این سوال، این که واقعا حضور و ضرورتی که دوستمون گفتن تشکل‌های مستقل کارگری، نهادهای مدنی، اینها اگه شکل بگیرن در جامعه و جامعه مدنی تقویت بشه، قطعاً ما یه همچین مشکلات و معضلاتی رو در جامعه کمتر خواهیم داشت و ادامهش میتونه به پایان بخشیدن این مشکلات بشه. یه سوالی هست که من فکر می‌کنم این اهمیت داره زودتر جواب بدیم، چون من دیگه سوالا که خوندم
موقعیت جنبش کارگری رو کردن چگونه ارزیابی میکنید؟ صحبت هایی که در رابطه با سخنان شما آقای شهابی در فرانکفورت پیش آمد در دنیای مجازی که به چپ ایران حمله کرده و یا غیر جمعی یه همچین غیر صمیمی یه همچین چیزی انگار به برنش صحبت کردید، لطفا در این باره توضیح دهید که البته این نظر صحبتیه که سوالی که این دوستمون کرده. من خواهش میکنم آقای شهابی یه جواب کوتاهی بدن که به هر حال شاید سوی تفاهم هم رفت بشه. دوستان، تمام ما همه فعالین کارگری داخلی یا مدافعان حقوق طبقه کارگر در داخل و در خارج تلاشمون بر این هست که یک زندگی شایسته برای هموطنانمون و هم نوعانمون را شکل بدیم. متاسفانه در فرانکفورت آنچه که ما صحبت کردیم همه اونها رو پخش نکردن. مواردی که در راستای مسائل صنفی و طبقاتی و جنبش مدنی در ایران بود گفتگوهایی شد و صحبتهایی شد و ما اول جلسه هم از تمام تلاش ها همینجوری که در این جلسه هم من از تمام تلاش هایی که فعالین مدافع حقوق کارگران در هر جایی که دنیا هست چه در داخل چه در خارج تشکر کردم و در اونجا هم ما از تمام تلاش های این دوستان که در خارج چه در داخل با برگزاری اکسیون ها اعتراضاشون گرما و سرما کشیدن در حمایت از ما ساعت‌ها واستادن، پیگیر بودن با تماس‌های تلفنیشون، با هر طریقی که تونستن با خانواده ارتباط گرفتن تقدیر و تشکر کردیم و برای ما خیلی هم ارزشمند بوده و گفتم که این تلاش همه شما هاست که ما امروز در خدمت شما هستیم و این تلاش‌های شما بوده که من در زندان در شرایط با وجود ای که شرایط بدی داشتم این حمایت ها باعث شد که این ضریب آسیب نسبت به من کمتر بشه و بلافاصله شرایط درمان رو برای ما فراهم میکنه. این حاصل تلاش های شما بوده. در آخر برنامه دوستی سوال کردن که گفتن خب شما خواستتون از جنبش کارگری خارج از کشور چیه؟ این سوال چندین بار تکرار شد. آنچه را که من گفتم دوستان اون چی که برای ما اهمیت داره اتحاد همبستگی است. دوستان خارج از کشور زیر پای همدیگر را خالی نکنن، به همدیگر فوش ندن، در فضای مجازی همدیگر را متهم نکنن، با هم متحد باشن، این بزرگترین خدمت برای ماست. من فکر نمی کنم این جایی ایرادی داشته باشه یا چه که توی فضای مجازی شروع کردن این بحثا رو. همه ما به اتحاد همبستگی اعتقاد داریم و این اتحاد و همبستگی حرف من و حرف شما و حرف همه مدافعان طبقه کارگر است. همه ما قبول داریم که نیروهای مدافع طبقه کارگر باید هرچه بیشتر اتحاد همبستگی داشته باشند و از تفرقه و بحث گفتگوهای بیمورد جلوگیری بکنند. اینی که ما باید پرهیز کنیم از جدلهای بیمورد و اتهام‌های بیمورد و اینکه بخوایم از این طریق بخوایم زیر پای همدیگر رو خالی بکنیم و برایش باید از همدیگر پشتیبانی بکنیم. این پشتیبانی، این حمایت همبستگی است که میتونه ما رو در یک راه
در یک مسیر واحد قرار بده. این اتحاد همبستگی و پشتیبانی داخل و خارج هم نداره. در هر جایی که دنیا هستیم باید ما متحد بشیم، چون طرف مقابل ما سرمایه‌داری است. این سرمایه‌داری با تمام قوا، با تمام ابزار جلوی ما کارگران وایستاده و تمام ابزار از ابزارش هم داره استفاده میکنه. طرف مقابل سرمایه‌داری مسلح به همه چیز است، مسلح به ارتش هست، مسلح به پول هست، مسلح به توان اینو داره که اختلاف بندازه و تا حالا هم همین رو کرده. اگر در مقابل این نظام سرمایه‌داری که منسجم و درست داره کار میکنه و برنامه‌ریزی کرده برای ما متحد نباشیم، ما وضعیتی که الان داریم بدتر از این هم خواهیم شد و از این شرایط ما نهایت استفاده رو میبرم، بهره برداری هم میکنم و میگن که بابا اینا که همش که سرکله هم دیگه میزنن، یعنی از ما غافل شدن رفتن به یه جای دیگه. حالا اختلاف نظر هست، نمیشه هم گفت، به هر حال گرایش های مختلفی هم وجود داره، اختلاف هایی هم هست، اصلا نباشه یعنی دیگه ما اصلا برای چی داریم مبارزه میکنیم؟ طبیعیه این باشه. خوبی اختلاف نظر یه مسئله جدایی هستش که با در موردش باید شرایط فراهم بشه بشینیم صحبت بکنیم. جنگی هم نداریم، بحثی هم نداریم، نقد آدم دیکتاتوری هم نیستیم، از بالا به پایین هم نگاه نمی کنیم، دیدگاه سکترستی هم نداریم، فقط بگم من و من و من، انتقادات هم می پذیریم، حاضرین گفتگو هم بکنیم، صحبت هم بکنیم و شرایطی هم که اگر به هر حال ایجاد شد سر اونم بحث میکنیم. اما آنچه که الان مهمه این اتحاد همبستگی است. آره رضا شهابی در یه جایی یه چیزی گفته، حالا یه تعداد اندکی اون هم برداشتن توی فضای مجازی، مثلا فرزن آی فلان شده، آی بهمان یکی گفته نمیدونم اینجوری شده، یکی گفته بعد تور نمیدونم فلان فلان کار میکنه، آب تو آسیاب کسی دیگه ریختن. این ما به جای اینکه به این سمت بخوام بریم، بیاییم متحد بشیم یا فکر بکنیم در مقابل یک نظام سرمایه‌داری منسجم بیستیم و مطالباتمون رو بگیریم، تشکل‌های کارگری مستقل کارگری رو تقویت بکنیم، از دیدگاه سکتوریستی و فکری پرهیز بکنیم. متاسفانه آنچه را که ما تو این چند وقت اینجا دیدیم، خب این حالا مربوط به خارج هم نمیشه، در داخل هم همین مسئله هست، اما با وجود اینکه این مسئله هست ما حداقل توی این مسئله واحد به یه اتحاد عمل موقت میرسیم، بیانیه با همدیگه همدیگه رو حمایت میکنیم، سندیکای نشکر هفته پیش، شرکت واحد، کانون صفی معلمان، اتحاد بازنشستگان و و و اینها، میاییم در یه موضوع مشترکی که حمله میکنه نظام سرمایه‌داری به اون، حقوق کارگر رو میخواد لگت مال بکنه، ایستادگی میکنه، بیانیه میدیم، تا جاش هم اگر باشه تجمع میکنیم، تا حالا هم کردیم این کار رو. اما این جدایی هستش که ما رو به یه مسیر دیگه میبره. اگر این اتحاد به خاطر همین اتحاد همبستگی بود، تونستیم 105 میلیون دستمزد موافقت بکنیم ما. این حرف نه سندیکای شرکت واحد بوده، نه حرفی که حرفی که جنبش کارگری اینو خواسته، حرفی که تشکل‌های مستقل کارگری اومدن گفتن آقا 5 میلیون حق ماست. با وجود هزینه‌های جاری، گرانی، بیکاری، هزینه تحصیل، خوراک، پوشاک، هزینه مسافرت، هزینه نمیدونم اتوبوس فلان، اینها که اگر اینا رو حساب می‌کردی که بالاتر از اینا بود. اما اون چیزی که نرم جهانیش بود 5 میلیون همین تشکل‌های کارگری و همین جنبش کارگری ایران سر این اتحاد همبستگی داشتن و اعلام هم کردن و پاشم واستادن. بنابراین خواهش میکنم من از دوستانی که اینجا هستن و دوستانی که در هر جایی که این دنیا هستن دارن تلاش میکنن در جهت منافع طبقاتی کارگران، بیاییم
به جای تخریب هم دیگر، به جای اینکه بخوایم به مسئله رو به حاشیه ببریم، با هم اتحاد همبستگی داشته باشیم و آنچه را که اگر اتحاد همبستگی واقعی، اتحاد همبستگی واقعی باشه، قطعا بدونید که هیچ قدرتی نمیتونه جنبش کارگری رو به عقب برونه. سپاسگزارم. خیلی ممنون. سوال شده آیا با شرکت شما در نشست سازمان جهانی کار تصور میکنید تحولی در سازمانیابی کارگران به وجود میآید؟ این مشارکت شما چه نتیجه ای داشت؟ من فکر میکنم که روزی که سندیکای کارگران شرکت به کارش شروع کرد، حالا با همه مشکلات، من به مشکلاتی که مانع سد راه شکل گیری این سندیکا بودن یه اشاراتی میکنم، فقط اینه که بدونید این سندیکا در این شرایط شکل گرفته، نه در شرایط خیلی آزاد و راحت. من خاطرم هست که 19/2/1384 حدود 200 نفر از چماقدارهای خانه کارگر، اعضای شورای اسلامی کار، با وجود اینکه ما از این حمله خبر داشتیم و دو روز قبل پلیس رو در جریان گذاشته بودیم، پلیس اونجا به طور چشمگیری حضور داشت، ولی ما فکر میکردیم که از ما میخوان حمایت کنن، نگو از اون عوامل چماقدار داشتن حمایت میکردن. اونها آزادانه در 10 صبح با اتوبوس هایی که از طرف مدیریت شرکت واحد و حراست در اختیارشون گذاشته شده بود، یه در رو بسیج کردن از اعضای خودشون، ریختن محل سندیکا رو، شکوندن، خورد کردن، افرادش رو مضروب کردن و به جای ضاربین مضروبین دستگیر شدن. ما شکایت های متعددی در این رابطه کردیم، ولی در اون زمان آقای مرتضوی دادستان بود و در حالی که داشت شکایت ها نتیجه می گرفت، ایشون به اون حق وتو خودش کاملا شرایط رو برگردون. عرضم این بود که بگم این سندیکا در اون شرایط به این شرایط رسید که امروز اعضایی که تازه از زندان اومدن و محکومیت مجدد گرفتن میتونن بیان در یک همچین تریبون هایی صحبت کنن. این نشون میده که پایداری و تلاش و مقاومت ما و حمایت های داخلی، خارجی، بین المللی، اینها همه دست به دست هم داده آستانه تحمل حاکمیت و دولت های ما رو کمی بالاتر برده که امروز ما تونستیم به این سفر بیاریم. حالا برگشتش رو من صحبتی ندارم، ولی ما آگاهانه مسیر رو انتخاب کردیم. نشستی که ما در سازمان جهانی کار داشتیم، حالا تأثیرش رو در سازمانیابی پرسیده دوستمون، اما من به شما بگم که همه ساله نمایندگانی که حتی در کارگاه های خودشون هم بدنه کارگری رو ندارن و هیچ رأیی نگرفتن از بدنه کارگر، به عنوان نمایندگان کارگران ایران همراه هیئت طویل و عریض دولت و وزیر کار بلند میشن میان اینجا و همه چیرم گل و بلبل نشون میدن و میرن. ما توی این سفرمون خیلی دستاورد داشتیم، از جمله با در حاشیه های این اجلاس با مقام های مسئول سازمانی جهانی کار، با مسئول ITUC، مسئولین ITF و دیگر بخش هایی که من تمام اسماشون یادم نیست، تمامشون از دست اندرکارهای ILO بودن. ما هم هیچ توهمی نداریم که ILO خیلی خیلی سازمانه اصلا کارگری، اصلا این دوچاری توهم نیستیم دوستان، چون میدونیم، ولی حداقل ما میتونیم اونها رو متقاعد کنیم که وضعیت کارگران ما آنچه که عوامل دست نشانده خانه کارگر و شورای اسلامی و وزیر کار میگه اینجوری نیست. ببینید این تلاش ها و پیگیری ها
نتیجهش این بوده که هیئت دولت ما طی چندین سال مجبور شده گزارش های دروغ به سازمان جهانی کار بده. وقتی شما دروغ میگی یعنی داری یه چیزی رو توجیه میکنی. پس بنابراین نشون میده یک قدرتی این پشت بوده که شما رو مجبور به دروغ گفتن کرده. این که ما تونستیم رو در رو وقایعی رو بگیم، هرچند که ما با مکاتباتمون هم قبلا گزارش هایی درباره این دروغ ها و فریبکاری وزارت کار انجام داده بودیم. نزدیکترینش به قول معروف تازه ترین این دروغ ها اون دو نماینده‌ای بود که از سازمان جهانی کار دعوت کردن در ماه گذشته تقریبا به ایران اومدن و دو نفر از اعضایی که سالهاست از سندیکای شرکت واحد جدا شدن و هیچ مسئولیتی ندارن و به دیدار اینا بردن به عنوان نمایندگان سندیکایی که ما در حاشیه‌های اجلاس سازمان ILO تونستیم با اون دو نماینده هم در حضور حتی مسئولینشون ملاقات کنیم و خوشبختانه اونها به ما گفتن که انقدر دیگه این مطلب روشن و مشروط بود که در همون جا هم اونا باور نکردن. من میخوام بگم که این نشست ها در سازمان جهانی کار که اعضای سندیکای مستقل رو دعوت میکنن میان یا اعضای کانون سلفی یا دیگر نهادهای مستقل تأثیر بسیار زیادی در سازماندهی خواهد داشت، چرا که بخشی از بدنه ما هم متوجه میشن که ما به طور مستقل تونستیم این ارتباطات رو و پی به اتحاد و قدرت خودشون میبرن. من بله فکر میکنم که بسیار تأثیر داشته و تأثیرات شما در بدنه خودمون داریم. سوال پرسیده شده که چرا با وجود این همه اعتصاب و اعتراض اعتراضات کارگری در حداقل در یک دهه گذشته وضعیت کارگران ایران هنوز بهبود پیدا نکرده؟ البته تا وجود این دوستمون در اینجا به گوشه ای از این سوال خودش جواب داده، بگذاریم ازش. سوالی که این بود که آیا شما پاسخ متوافق‌تری از جواب‌های کلیشه‌ای را موجود دارید؟ بله متاسفانه. نگاه سکتراستی و از بالا به پایین متاسفانه. جنبش کارگری ایران گوشت گلگونی شده. متاسفانه در ایران آنچه که وجود داره طبیعی نیست، کاذبه. رهبرسازی کاذب، قهرمان پروری و نمیدونم واد کردن علکی به کسی و حالا رضا شاهو چون زندان رفته 6 سال زندان بوده بیایم زیر بغلش رو بدیم و علکی بگیم آقا فلانی فلانی بابا یه اسم عمل کردش کو کارش کو چی کار کرده و چون که زندان رفتم و یک شرایطی برای خودم فراهم کردم بعد بیام 3-4 نفرم با خودم همراه بکنم و هر چی دلم خواست بکنم، بعد بیام یک تشکل کاغذی هم درست بکنم، سایتی درست بکنم بگم من یک تشکل هستم. خب معلومه که جمهوری اسلامی، معلومه که وزارت کار از خداشی که از این تشکل‌های کاغذی سایتی و 2-3 نفره روزی 1000 تا از گارچ این گارچ از زمین سبز بشه، برای اینکه براش مهم نیست چون بدنه نداره، بدنه کارگری نداره. خب وقتی که این نباشه اون خیالش راحته، اما 4 تا تشکلی که بدنه کارگری داره مثل سندیکای شرکت واحد، نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان با شدید در این وضع برخورد میکنه چون تهدیده، چون میدونن یا متشکل بشن همدیگر رو پیدا بکنن به هر حال در راستای مطالبات حقوقیشون پیش خواهند رفت و تا به امروز هم ثابت کردن رفتن و هزینه هم دادن و دارن میدن. آیا تشکلهای کاغذی چنین هزینه رو دادن؟ صرف این که یک سایت دو زبانه داشته باشه بعد اعلام بکنیم که یک سندیکای مستقل هستیم ما، 4 نفر آدم داشته باشیم بگیم که ما یک تشکل کارگری هستیم؟ ما این تشکل کارگری اول ماهی که میشه دقیقه 90 یاد این میفتیم که بیایم یک بیانیه اول ماهمه مشترک بدیم، 1000 تا امضا زیرش میاد، اما تو تجمع که میخوایم 2 نفر پیدا نمیکنیم، حضور پیدا نمیشه.
دستمز که میشه سریع تلفن‌ها به کار میفته، سریع پچ‌پچ‌ها و در گوشی‌ها شروع میشه. بیاین می‌خواید برای دستمز ما بیانیه بدیم، میایم که اینجا می‌خونیم می‌بینیم که 10 تا بیانیه اومده، هر کدوم با 20 امضا. پس این همه تشکل وجود داره، چرا وضعیت ما اینه؟ چرا باید به جای اینکه پیشرفت همش عقب‌گرد داریم می‌کنیم؟ پس از ماست که بر ماست، آدرس غلط نباید به مردم بدیم. متاسفانه جنبش فعالین طبقه کارگر چه در داخل چه در خارج، به جای اینکه از تشکل‌های مستقل کارگری که برآمده از بدنه کاری اونها را تقویت می‌کنه، بیشتر به تشکل‌های کاغذی و سایتی دارن اهمیت میدن و سر صدا می‌کنن. تشکل کارگری باید عینی باشه، باید کارش مشخص باشه، نه اینکه یک فضای مجازی، یک سایت خبری و نمی‌دونم بنگاه خبری باشه. موزل ما اینه. تا این شرایط هست، تا این وضعیت هست، تا این که هر کیو بتونیم به طرف خودمون بکشیم، ما به وضعیتون بهتر از این نخواهد شد. اینی که ما تنها چیزی که ما میتونیم داشته باشیم و میتونیم اون حقمون رو در چارچوب قوانین استانداردهای بین‌المللی، اون چیزی که مردم اینجا که من دارم میبینم دارم، ما هم داشته باشیم، اون اتحاد همبستگی است. نیاییم بیاییم مثلا فرضاً سندیکای شرکت واحد یا نیشکر هفتبه یک تشکل کارگری است، به عنوان کمک به این سندیکاها بعد نفوذ کنیم توشون، به جای اینکه کمک بکنیم یاران اون رو از اون بکشیم بیرون، اون بعد بیاییم بیریم که بگیم نه آقا فلانه، بیا این ور، این خوبه و اون خوبه. خب معلومه دیگه این اتفاق پیش میاد. سپاسگزارم. البته سوالم تکراریه، اینه من که را دوستی نمیدونم شبیر یا چی اگر اشتباه نکنم بشیر شبیر اوکی. تنها چیزی که این سوال چیز جوابی که میتونم به سوال این دوستمون بدم این هست که تنها راه شو بگو چی؟ حدودش رو بگو سوالش، ای تکراریه. میخوام من بخونم. نه، سوالشو بخونم؟ آره، سوال چی میدم؟ آها. من گفتم دیگه نمی کنم دو پاپ، اسمش خوندم خودش متوجه میشه و دوستان متوجه میشن دیگه چی. یعنی میخواست با توجه به اوضاع نابسامان ایران که بحران پشت بحران و درگیر شدن تمام اقشار جامعه، میتوان پیش بینی کرد که جامعه ایران مانند 57 وارد یک نقطه عطف میشود. آیا شما چه نوع آلترناتیو یا راهی را به عنوان سندیکالیست پیش میگیرید؟ حالا بحث سندیکالیست یه بحث جداست که ما کارمون درست در حد به عنوان یک عضو یک هیئت مدیره سندیکا هستیم و فعال سندیکایی هستیم، ولی وقتی که راجع به مسائل معیشتی جنبش کارگری داریم صحبت میکنیم، معلم صحبت میکنیم، پرستار صحبت میکنیم، نیشکر هفتبه، فولاد اهواز، را آهن، نمیدونم پپکو، آذر آب، معادن، اینا صحبت میکنیم، یعنی میشه فراتر از سندیکا. آنچه که میتونیم که این دوباره این تکرار نشه به یک شرایطی دیگه گرفتار یه چیز دیگه نشیم، تنها چیزش که همین با اتحاد همبستگی و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و اتحادیه‌های کارگری تو این شرایط حال حاضر، تو این شرایط با این وضعیت میتونیم به مبارزه خودمون در جهت بهبود شرایط زندگی هموطنانمون کارگران رو پیش ببریم. به نظر من این تنها راهی که میتونیم از این بحران عبور کنیم تا برسیم به اونجایی که باید انجام بشه. سوال در رابطه با وضعیت عمومی جنبش کارگری است. بخش‌های زیادی از کارگران برای حقوق دریافت نشدهشان مبارزه می‌کنند، نه مطالبات فراتر از این. شما این وضعیت را چطور می‌بینید؟ تا کجا ممکن است وضعیت چنین اسفناک باشد؟
بله درسته، کارگران برای گرفتن حقوقشون تجمع میکنن و اعتراض میکنن و اکثرشون خودجوش است، ولی این برانبر میشن که ما سازماندهی کردیم، ما پشت این قضیه بودیم، ما هدایت کردیم. اگر شما هدایت کننده بودی که کل جنبش کارگری رو هدایت میکرد، به قول مدیریت میکردی که این وضعیتمون نمیشد. اون اعتراضایی که میبینی در گوشه کنار این کشور، این کشورمان داره اتفاق میفته، به دلیل اینکه کارگر 6 ماه حقوق نگرفته، در شرایط بد در زندگی داره میکنه، به خاطر اینکه دیگه از گشنگی نمیره و جوابگوی فرزندش باشه، کارد به استخون رسیده و در نهایت مجبور به تجمع میکنه. خب چرا فراتر نمیره؟ به خاطر اینکه خب شرایطشو نداره، به خاطر اینکه هر اعتراضی بخواد بکنه یا دنبال تشکل بخواد بره سرکوب خواهد شد، مثل آقای ابراهیم مددی، آقای رضوی، شهابی، آقای بهشتی لنگرودی، عبدی، حبیبی، مختار اسدی و و و اینها مثل به زندان‌های طویل مدت باید محکوم بشن. برابر این مجبوری که با اون وضعیت ذلت‌بار زندگی بکنه. از طرف دیگه برمیگرده به شرایط کار در ایران، قراردادهای سفید امضا و یک ماه دو ماهه، کارگر با بدبختی یک کاری رو پیدا کرده که شرمنده زن و بچهش نشه، حتی اقل حقوقی که با قول وزارت کاری هم که باشه از اونم کمتر میخواد بگیره، حالا میخواد اینو از دست نده. خب با این وضعیت ما چطور میتونیم تشکل داشته باشیم یا کارگر بیاد دنبال تشکل؟ بنابراین مشکل ما مشکل اساسی است، مشکل یعنی چارچوب قانونی است. تا این مشکل حل نشه، تا این اتحاد همبستگی، یعنی کارگر تا زمانی که اون ضرورت رو حس نکنه و پا به میدون نذاره و از منافع خود دفاع نکنه، این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت. ما امیدواریم که با وجودی که حالا اتفاقاتی که افتاده، بیکاری هایی که سرسام آور، فساد و فحشا و اعتیاد و قتل های خانواده ای که اول صحبت هم عرض کردم، کارگران خانواده ها به خود بیان و بیان حداقل اینی که متشکل بشن بتونن از حقوق خودشون دفاع کنن. متاسفانه خیلی ما میبینیم که دستایی تو کار هست که مسائل هستن دارن انحرافی، به قول خود اینها انحرافی، جوانها رو، دخترها رو و پسرها رو برای اینکه آزادی، صحبت آزادی میشه میگه ما آزادی میخواییم. آزادی هم که متاسفانه مثلا یه سری، البته حقش حق مدنی خواستشه، هر چیز ما دفاع میکنیم، اما مسئله ما آزادی تو پارک نشستن و نمیدونم تو سینما نشستن و راحت بگردیم نیست. آزادی تو اینی که روسری یا در بیاریم بذاریم روی چوب و نمیدونم تکون بدیم نیست. آزادی اونی که تو حق انتخاب، آزادی با آن حق کار داشته باشی که بتونی آزادانه فعالیت بکنی، آزادانه کارت انتخاب بکنی، کار مساوی زن مرد باید باشه، بر اساس کار مساوی حقوق مساوی بگیره، اون موقع است که تو تونستی با اون حقی که اون چیزی خواستی بهش برسی. در غیر این صورت اون چیزی که میبینیم باز در جا زدن و حتی اقل اینی که عقب رفته. بدنه معلمان در کانون صنفی بیشتر چه گرایشی دارند؟ آیا دیدگاه طبقاتی دارند؟ اعضای فعال و هیئت مدیره ها بیشتر اصلاح طلب هستند یا دیدگاه طبقاتی دارند؟ آخه دیدم به طور کلی به نظر من جامعه از گرایش اصلاح طلبی عبور کرده، به معنای واقعی در دیماه 96 این مسئله اتفاق افتاد، همه ما دیدیم. و اگه کانون صنفی معلمان، یعنی کل کانون های صنفی و هر فعال صنفی نخواد این مسئله رو درک کنه، طبیعتاً عقب میفته از جامعه. و حتی اگه چنین دیدگاه‌هایی وجود داشته باشه در کانون‌های صنفی، باید
این مجموعه فعالینی که این باورها هنوز درشون هست باید خودشون رو مرور کنن و با وضعیت‌ها و ضرورت‌های جدید جامعه رو درک کنن. مسئله معلمین به معنای واقعی یک مسئله طبقاتیه، هم جایی که معلم میخواد مطالبات خودشو در برابر کارفرمای بزرگ که در ایران میشه دولت دنبال کنه و هم جایی که میخواد از مسئله تحصیل رایگان و فضای مناسب برای دانش آموزان محروم دفاع کنه. بنابراین من دوباره تأکید میکنم که معلم و کارگر فقط به معنای واژگانی کلمه از هم جدان، وگرنه در یک مناسبات همه تحت یک مناسبات دارن استثمار میشن، همه مزد میگیرن و در ضمنم بخش زیادی از معلمان به دلیل خصوصی سازی مدارس و به دلیل به سمت پولی شدن مدارس الان معلمان آزاد هستند که هیچ گونه قانون کاری شاملشون نمیشه و بسیاری از این معلمان که ده ها هزار نفر معلم رو شامل میشه در ایران حقوق های زیر 500 هزار تومان میگیرن. یعنی در آموزشگاه های زبان، در مدارس خصوصی و در بقیه جا. تو همین سفری که من داشتم یکی از معلمان آزاد با من تماس گرفت، گفت که کارفرماش حتی برای عوض کردن جای کارش هم بهش مدارک و رزومش رو نمیده و بالاخره با مشکلات زیادی روبروه. همین همکار معلم من گفت که حقوقش حدود 380 هزار تومان در مدرسه ای که مجبوره تو هفته 24 ساعت حداقل تدریس کنه. بنابراین بخش زیادی از معلمین رسمی نیستن، همین لحظه آزاد هستن و به شدت در دارن استثمار میشن و وضعیت اصلا خوبی از لحاظ معیشتی ندارن. ضمن اینکه همون بخش از معلمین هم با مسئله گزینش و با مسئله فیلترینگ که باش روبرو هستن اینا درگیرن. دوستان اکثر سوالات تکراری هست دیگه، یعنی پاسخ دادیم به نوعی، اما باز دوستی نوشته که لطفاً به صورتی که خودتان صلاح میدانید موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران را برای حاضرین تشریح فرمایید و همچنین موانع راه پیشرفت این جنبش را برای ما بگویید. به نظرم پاسخ این سوال رو ما دادیم، ولی آنچه را که الان میتونم کوتاه اشاره بکنم خدمت شما، همونجوری که دوست من آقای رضوی و آقای لوگون هم توضیح دادن، مشکل موانع راه پیشرفت جنبش کارگری همین قوانین ضد کارگری است که در مجلس تصویب میشه، قانون کاری که بدون اینکه نماینده کارگر، نماینده مستقل کارگر توش دخالتی داشته باشه، میبینیم که یک طرفه از طرف دولت اصلاح میشه و در نهایت در مجلس که یک نفر خودش رو به عنوان نماینده کارگران معرفی کرده و چندین سال این کرسی صندلی مجلس را غصب کرده، در اون مجلس برای کارگران مصوبات و ماده‌ای تصویب میشه. بنابراین ما باید به فکر خودمون باشیم، کارگر باید به فکر خودش باشه، زنان باید به فکر خودشون باشه، یعنی طبقه کارگر. سرمایه‌دار به فکر ما نیست، سرمایه‌دار در همه حالت در تلاش است که ما را استثمار بکنه، از ما سوء استفاده بکنه.
شما حساب کن الان در کشور ما بیشترین قبولی دانشگاه دختران هستند، 65%، تا بیش از 65%. اما آیا بعد از فارغ التحصیل شدن امکان کار رو دارن؟ نه. بعد از فارغ التحصیل شدن خب سنش بالاست دیگه، 30 سالشه، خجالت میشه از پدر مادر پول بگیره، مجبور است که بره تو شرکت، کار دولتی که وجود نداره، مثلا استخدام نمی کنن، خصوصی هم که میاد با کمترین حقوق، حتی حقوق وزارت کار، و ضمن این که آگاهی هم میکنه، میدونه اونجا ما به یک خونه به قد بلند و فلان فلان با این وضعیت نیاز داریم با این حقوق. یعنی انتخاب از کارفرماست و به این دختر که برای این که شرمنده پدر نشه مجبور ذلت رو بپذیره و بره اونجا هم کار کنه، هم که متاسفانه میبینیم که سوء استفاده هم از این خواهران و دختران ما میشه. تو این وضعیت چیکار میشه کرد؟ و همین حالت برای جوانهای ما، جوانهای ما الان فارغ التحصیلین دانشگاه اکثر همه بیکارن، یا که دوره گردی میکنن، یا آشغال جمع میکنن، یا روسری میفروشن، یا دمپایی میفروشن، یا اینکه یه کارهای کاذب دارن فعالیت میکنن. این کجای کاری رد است؟ مدیریت ناکارآمده. وقتی مدیریت ناکارآمد بشه، برنامه ریزی نباشه، یا میبینی که در رشته تجربی ما 3000 تا دانشجو داریم، در رشته فنی ترشکاری مثلا 2 نفر داریم. خب معلومه که بعد که اون کسی که پزشکی خونده میاد توی ترشکاری داره کار میکنه، اونی که نمیدونم حالا اقتصاد خونده میاد نمیدونم توی یه کار دیگه داره کار میکنه. یعنی این کارها هیچ کدوم به یه ارتباط نداره، مربوط نیست. بنابراین این مشکل، این موانع، تنها راه چارش طبقه کارگر خود کارگران است. به قول اون حرف معروف، تنها چاره رنجوران وحدت و تشکیلات است. تا ما تشکیلات نداشته باشیم همین وضع هم به قول آش همون کاسه است. بنابراین به جای اینکه بیاییم همدیگر رو محکوم بکنیم، به فکر ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و تشکل‌هایی که کارگران بهش نیاز دارن باشیم. و این شده نیست. سپاسگزارم. خیلی ممنون. دوستان با توجه به اینکه 1 ساعت دیگه تقریباً 55 دقیقه دیگه وقت بیشتر نداریم، اینه که من سعی می‌کنم چند تا سوال رو در قالب یک جواب معمولاً تو یه جواب یا به صورت سطحی جواب بدم. این سوال چون خیلی راحت جوابش، یعنی در اشاره به آمار و ارقامه، شما به چه روشی وظایف تبلیغاتی سندیکا رو انجام میدهید؟ نشریه، سایت و چند درصد رانندگان از سندیکای مستقل حمایت میکنند؟ حدوداً بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که روش تبلیغاتی ما یکیش تلگرامه، که یک تلگرامی به نام واحد سندیکا دات می تلگرام هستش، تقریباً 3000 تا عضو داره. حالا نمیگم همه عضوها همه راننده، نه. یک روش اینه، یک روش نشریه پیک سندیکاست که معمولا هر چند وقت یه بار، البته یه مدت به صورت ماهیانه بود، ولی خب به هر حال فشارهای از این قبیل تهدیدها، اخراجها، پرونده سازیها برای رانندگانی که این پیک رو توزیع میکنن براشون انجام شده، اینه که یه مقدار ما با مراعات بستگی به شرایط و اوضاعی که ما در داخل هستیم و تشخیص میدیم این پیک توزیع میشه. یک بخشش هم از طریق پیام رسانیه که میتونم بگم پیام رسانیش هم حتی ما ابتدا با هر سیم کارت میتونستیم برای 6000 نفر پیام بدیم، ولی با مداخله و کنترلی که اون عوامل بازدارنده میکنن
الان مجبور هستیم که هی به طور مرتب سیم کارت ها رو عوض کنیم. در ایران هم به هر نفر از پیام رسان 9 تا سیم کارت بیشتر نمیدن. اینه که ما تا الان شاید بگم 100 تا سیم کارت گرفتیم فقط برای اترنسینی هستم. یه روش دیگه هم هستش که ما سندیکای شرکت باید تقریبا به طور ماهانه مرتب حضور پیدا میکنه در پایانه های خطوط بی‌آرتی برای جمع‌آوری کمک به اداره تشکیلات سندیکای شرکت واحد. تقریبا میتونم بگم ما در کل خطوط بی‌آرتی با 1000 راننده در طی یک هفته یا 5 روز ما رو در رو با اینها فیس تو فیس به قول شما کار میکنیم و حق و عضویت میگیریم. اگه فضا مناسب باشه من قطعا میتونم بگم تا 85% از رانندگان شرکت باید از این سندیکا به طور آشکار حمایت میکنن. مثلا این هیچ بحثی نیست. ما برخوردی که رانندگان با ما میکنن در خطوط در موقع جمع‌آوری کمک معمولا مثلا من الان تو را به دوستان میگفتم تو 6000 پیام اسمسی که من میدم شاید مثلا یا دوستان انجام میدن شاید مثلا 5 تا 4 تاش مثلا بگن آقا مزاحم نشو یا نمیدونم برخوردی بود. اینه که سندیکای شرکت باید از این تو را با اعضاش با بدنش جلسات خود سندیکای کارگران شرکت باید هم الان بیش از 10 سال است که یعنی بعد از اون ضرب و شتم هایی که با حمله به سندیکا کردن و بعد از انتخابات دیگه اون سندیکا پلم شد محلش و اجازه این که دارم میگم جواب اون دوستمونم هست که نوشته دیگه من سوالش تکراری نکنم چرا ما مجمع نمیذاریم؟ چون که به ما هیچ اجازه ای نمیدن که ما جمع بشیم. ما بارها از وزارت کارم درخواست کردیم که به ما اجازه مجمع بدیم و در شرکت واحد به هیچ شما این اجازه رو نمیدن. چندین بارم اقدام کردیم، یعنی همین آگهی مجمع رو دادیم بلافاصله اعضا دستگیر شدن و برخوردهای شدید امنیتی بوده. اینه که در واقع اجازه برگزاری مجمع هم به ما داده نمیشه و جلسات سندیکا هم طی 12-13 سال گذشته به طور مرتب در منازل خود کارگرا برگزار میشه که همین الان من داشتم میادم با اینکه امروز در ایران عید فطره ولی جلسه سندیکا برگزار شده بود و دوستانمون از اونجا با ما مکاتبه داشتن که باعث خوشحالی ما بود که در چنین روزی یعنی دوستان سندیکایی ما معمولا جمعه هاشون رو در اختیار سندیکا میذارن با اینکه جمعه روز استراحتش بود چون واقعا اعتقاد و کامل به این کار دارن و طی این سالها ماندگاری ما هم بر اساس حمایت و دفاع جانانه دوستان از این سندیکا. سوال دیگه ای بود که توان جنبش کارگری ایران، مطالبات امروز جنبش کارگری، متحدین جنبش کارگری در خارج از کشور، نظر و نقد شما به اپوزیسیون خارج از کشور. من اونچه که در توانم هست اینو پاسخ میدم. ببینید توان جنبش کارگری امروز مشخص شده. هرچند که 90% اعتراضات کارگری در ایران بر اساس عقب افتادن دستمزدشون، یعنی اگه همون دستمزد حداقلی رو به کارگر میدادن شاید کارگر اعتراض هم نمیکرد، ولی اینها کسایی هستن که 5 ماه 6 ماه یعنی واقعا به خاطر نداشتن تشکیلات جان به لب شدن تا اعتراض کردن، چون همه همون میدونیم 5 ماه حقوق نگرفتن یعنی چی. اما این گسترده تر شدن این اعتراضات از معدن باف بگیرید، معدن آقدره بگیرید، آذرآب بگیرید، هپکوی عراق بگیرید، ایران خودرو بگیرید، این همه گیر شدن اعتراضات در واقع توان جنبش کارگری رو داره به نمایش میده. یعنی کارگرها متوجه شدن که از راه اعتراضات جمعی میتونن به مطالباتشون دست پیدا کنن و من فکر میکنم این میشه گفت از این طریق که این بخشی از اون توان جنبش کارگری که امروز باور کرده. مطالبات جنبش کارگری
اون چه که ما شاهد هستیم بیشترین مطالباتشون بعد از داشتن حق تشکیلات مستقل کارگری، داشتن حق اعتصاب، داشتن حق اعتراض، بعد از اینها امنیت شغلیه که کارگران میخوان، دستمزدی که بتونن با کار کردن معیشت خودشون و خانوادهشون رو با یک شیفت کاری بگذرونن، داشتن ایمنی کار که متاسفانه طبق آمارهای دولتی ما روزانه 6 کارگر جانشون رو از دست میدن به خاطر نبود ایمنی در محیط کار، بهداشت محیط کار، بهتر شدن دفترچه های تأمین اجتماعی. متاسفانه امروز کارگر باید 2 دفترچه و یه ساپورت دیگه هم داشته باشه. تأمین اجتماعی میگن آقا برو تکمیلی هم بکن، بیمه تکمیلی هم بکن، یعنی هم تأمین اجتماعی پول میده هم تکمیلی، باز میره اونجا توی بیمارستان اینا حق فرانشیز هم میده. اینه که بیمارستان های تأمین اجتماعی بسیار کم هستن در تهران و ایران، و یه کارگر اگه مشکل امارایی داشته باشه باید 6 تو نوبت بخواد. اینه که اینها بخشی از مطالبات کارگران هستن که واقعا کارگران در همه شرایط در مضیقه هستن و متاسفانه به علت مهمترین مسئله که دوستمون هم اشاره کرد، عدم امنیت شغلی. کارگری که میره سر کار هنوز شروع به کار نکرده، سوخته به کار فرما میده، چه توقعی واقعا میشه از این داشت که بخواد بیاد اعتراض کنه یا تشکر شده بسن؟ دوستی سوال پرسیده که با سلام و خسته نباشید، لطفاً در حدی که صلاح می‌دانید و امکان دارد در رابطه با مسئله چپ و نقش آن در جنبش کارگری اشاره بدهید. البته برای این سوال پاسخ دادیم. ما این سوال پاسخ دادیم، اما خب نقش مهم مدافعان طبقه کارگر چه در داخل چه در خارج خیلی مهم و ارزشمند، حمایت از کارگران و حمایت از زندانیان بوده که امروز حاصلش این هسته که من در کنار شما هستم. دومین نقش اینه که همین رفقا با ارتباط با تشکل‌های بین المللی و تلاش شبانه روزی باعث شدن که ما امروز توی ژنو حضور داشته باشیم. اینا ارزشمنده. سوال بعدی با عرض سلام به شما عزیزان، شما موقعیت جنبش زنان و جنبش دانشجویی را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا می شود گفت که جنبش زنان و دانشجویی وجود دارد؟ من فنا این میتونم اینو بگم که اینو بخوام که جفتش با هم جواب بدید. جفتش یکیه تمام. ایران با توجه به وضعیت زنان، جنبش کارگری تا چه حدی برای اتحاد با جنبش زنان گام برداشته است؟ این سوال اولی یا تا این حد میتونم بهتون بگم که وقتی اعتراضات به حق زنان هست، تجمعات زنان و دانشجویان هست، پس بنابراین جنبش زنان و جنبش دانشجوی پویای هم هست. سوالی که ایران با توجه به وضعیت زنان، جنبش کاری تا چه حد برای ایجاد با اتحاد با جنبش زنان گام برداشته است؟ بله، اتفاقا در این چند سال گذشته خیلی این جنبش زنان و جنبش کاری به هم دیگه نزدیک شدن. البته من میتونم بگم که الان پیش قرار مبارزه رو میشه زنان رو نام برد. در همه عرصه برها زنان بیشتر از مردان حقوقشون ضایع شده. اینه که حق انتخاب ازش گرفتن، حق اذانت ازش گرفتن، حق تصمیم گیری ازش گرفتن، یعنی دیگه کل زندگی از این زن گرفتن. وقتی که مرد سالاری و حاکم هست توی، یعنی زن دیگه حق برای حرفی برای گفتن نداره. یکی بزرگترین مشکلی که توی جامعه ما هست، البته جای دیگه هم هست، ولی تا چند با جنبش کاری
شما اگر دقت کرده باشید، البته که ما تز زندان بودیم و اخبار از طریق همسرم به ما میرسید، ولی آنچه را که تو این 5-6 ماه گذشتم که ما باز تو زندان بودیم و اومدیم بیرونم تمام اخبار رو پیگیری کردیم، میبینیم که تا دهه 80 حقیقتا جنبش کارگری با جنبش زنان غریبه بود و همسران و مردان هم نسبت به زنان حساسیت داشتن، میگفتن نه نرو، نه این مسئله منه، تو نمیخواد تو این تجمع حضور پیدا، اصلا برای چی میای؟ اما از نیمه دوم دهه 80 به این ور، علل خصوص تو دهه 90 که نیمه اولش، این شرایط فرق کرده. ما ببینیم که سندیکای شرکت واحد به خاطر حق خواهی و مطالبه مسکن در جلوی شهرداری و شورای شهر تجمع میذارن، همون همکاری که حساسیت داشت که همسرش در کنار همکاری دیده نشه، با همسرش برام میشه میاد تجمع حضور پیدا میکنه. یا تجمعاتی که کارگران سندیکای شرکت واحد در جلوی مجلس اعلام میکنه برای آزادی همکارشون، میبینیم که در این تجمع بیشترین حضور شرکت کننده ها زنان هستن و دانشجوها و دختران هستن. یا در جلوی وزارت کار که تجمع میذارن و در اونجا ما ببینیم که بیشترین شرکت کنندگان زنان و دختران بودن و جالب اینه که بیشترین دستگیر شدگان هم دختران بودن، 52 نفر. این یعنی ارتباط پویا جنبش کارگری با جنبش زنان هست. یا وقتی که ببینیم که همسر من فراخوان میده برای پیگیری و آزادی رضا شهابی جلوی وزارت کار، ما ببینیم که بیشترین حضور زنان، دختران، معلمان بازنشسته، معلمان که شاغل هستن، اینها هستن اونجا. خب این یه رکته عطفیه واقعا، در گذشته چنین چیزی نبوده و تاریخ هم اینو نشون داده. مبارزه بدون زن یعنی شکست. اگر همسرانمون در کنارمون باشن، قطعا به اون چیزی که میخوایم بهش میرسیم. دولت ها در تلاش هستن که با عنوان هایی که میذارن زنان رو از مردان جدا کنن، حالا مسئله حجاب یا مسائل دیگه و اینها هست که اشتباه هم فکر میکنن، حالا بعضی جا هم که مردان هم اشتباه برداشت میکنن. به نظر من که در شرایطی که در جامعه ما داره، به نظر من باید بیشتر همسرانمون تشویق بشه که در تجمع در جهت دفاع از حقوق خودمون، چون مشترکیم، من سر کار هستم، اون در منزل هست، و اگر اون حقوقی که من درآمد مکفی داشته باشم و اون مایحتاج زندگی و اون چه حقمه بگیرم، در حقیقت برای همسرم هم شامل حال همسر و فرزندانم میشه. اگر نیاد طرف میگونی خب تک تنها گیر میاره و هر کاری دلش میخواد. اگر همسران در کنارمون باشه، قطعا ما با آنچه را که لایق اون هست، از آزادی بیان، آزادی انتخاب، آزادی کار، شغل مساوی با کار با شرایط مساوی، حتما بهش دست خواهیم پیدا کرد. بنابراین جنبش کارگری و جنبش زنان و دانشجویی و دیگر قشرهایی که معلمان، نمیدونم کارگران دیگه، به هم پیوستن، اما یه خورده همت میخواد. سوال شده چشماندازه. ان شاء الله ما سوال شده. خواهش می‌کنم دست به جلسه رو رعایت بفرمایید. سوال شده. خواهش می‌کنم. قطعاً. خواهش می‌کنم. چشماندازه. این کمونیست‌ها زمان انقلابم بودن. چشماندازه. همکاری های سندیکا های کارگری و معلمان را چگونه میبینید؟ یه سوالی هم کردن که خاص شما از سندیکای LO ترانسپورت EF متال چیست؟ من فکر میکنم که
این سوال اول، همین که امروز ما با یکی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان مریوان اینجا هستیم، این نشون میده که یه همکاریای خیلی نزدیکی بین ما هست، هرچند که میتونن و این نماینده از نظر عقیده‌ای با ما یکی هم نباشه، ولی مطالباتمون به هم خیلی نزدیکه و یک منافع رو در بر میگیره. من میتونم اشاره کنم به این که دوستمون رضا هم گفت یه حدودی که از سال 84 به بعد این همکاری بین معلمان و کارگران خیلی بیشتر شد. ما امروز وقتی نگاه میکنیم میبینیم این جامعه مدنی هرچند نتونسته به طور آشکارا شکل بگیره، ولی وقتی که یک معلم میره زندان، اعضای سندیکای واحد، جنبش زنان، دانشجویان، وکلا، یعنی ما هر موقع رفتیم به خانواده یه زندانی مثل آقای لنگرودی، مثل آقای عبدی و دیگر معلمان زندانی، مثل آقای بوداقی که اینها از خانواده هاشون دلجویی کنیم و سری به اونها بزنیم، اونجا شاهد حضور انبوهی از زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و دیگر فعالین مدنی که امروز دارن فعالیت میکنن بودن. هرچند که شاید بتوان گفت امروز بیشترین فعالیت دست همین فعالینه، هنوز اون تشکیلات و اون قدرت واقعا نرسیده، ولی این فعالین این جامعه رو با هم متشکل کرده فعلا در این حد. و برای وقتی که دوستم آقای شهابی زندان بود، ما برای کمک و پذیرایی انقدر که فعالین اجتماعی، مدنی، کارگری، دانشجویی، یعنی باور نمی‌کنید منزل رضای شهابی پر از آدم بود، یعنی هر موقع میادی جا نبود. میخوام بگم که این نشون میده که به خصوص بخش معلمان، یعنی بخش معلمان رابطه امروز خیلی خوبی با کارگران دارن. ما اگر 20 سال برگردیم به عقب همچین چیزی نبود. خانواده های دهه 60 هرگز چنین چیزی رو تجربه نکردن، کسی دلجویی کنه ازشون، کسی بره سر بزنه، واقعا اینجور نبود. ولی امروز ما نگاه میکنیم میبینیم هر فعال مدنی که دستگیر میشه یک گروهی انگار آماده وایستادن، بلا فاصله تو تلگرام عکسش رو میبینیم، به خانواده سر زدن، دلجویی میکنن. این نشون میده که امروز این جامعه واقعا میخواد متشکل بشه. برای همین هم هست که اتفاقای جدیدی افتاده و امروز شما شاهد مسائلی هستید که شاید نتونید باور کنید. حتی بعضی ها یه اتهامایی هم میزنن به این آزادیایی که به وجود اومده، ولی اگه واقعا واقع بینانه نگاه کنیم میبینیم که این اتفاق افتاده و در حال رشد و شکل‌گیری خیلی کاملتر. روز جواب دادی؟ آره. آن یه سوال دیگه. من در مورد یه صحبتی از سندیکای شرکت واحد و اعضایی که فعال هستن و اخراجی‌هایی که به خاطر حق‌خواهی و سندیکاهای اخراج شدن، البته این شامل تنها سندیکای شرکت واحد نمیشه، در کانون صنفی معلمان تهران هم و شهرستان هم همین اتفاق افتاده، در نیشکر هفتاد هم همین اتفاق افتاده. اخیرا متاسفانه ما دیدیم که کارگران فولاد تجمع کردن به خاطر حقوق‌های عقب افتاده، مورد هجوم نیروی انتظامی قرار گرفتن و 50 نفر دستگیر شدن، 10 تاشون آزاد شدن، 50 نفرشون بازداشت. البته شاید ما اشتباه میکنیم، ممنون از تذکر. بعد خدمت شما عرض کنم که سندیکای شرکت واحد و کانون صنفی معلمان، البته تحت اون تقامل نداره که کانون صنفی معلمان البته قدمتش از ما بیشتره، همیشه چون آقا لقمان این دیگی که ما جلوتر از شما بودیم، ما همیشه و دو استاد هستن و قابل احترام. اینی که
سندیکای شرکت واحد در طول فعالیتی که انجام داده و مبارزات کرده، همین که نمیخوام تکرار مکررات باشه، آقای رضوی کاملا توضیح دادن که چه دستاوردهای سندیکا داشته و چه کارهای بزرگی. یاد فراموش نکنیم مثلا شرکت واحد یک شرکتی بوده که هر کسی که به راننده برمیخورد میگفت یا با این از همه جا رانده برونده شده، آخرش هم ماده به شرکت واحد و راننده های شرکت واحد با چشمی که آدم های لات و بی سر و پا میدیدن و هر چه حرص و خوش داشتن درگیری تو خانواده داشتن میوادن سر راننده، صبح یا بعد از ظهر درگیر میشدن سر راننده خالی میکردن. متاسفانه سندیکای شرکت واحد این شرایط رو تغییر داد، واقعا تغییر داد. راننده هایی که مبتلا به یک بلای خانمانسوز مثل اعتیاد بود که همین باعث شده بود که خونه ها از هم بپاشه و فرزندان بی سرپرست باشن، این سندیکا با جلسات مستمر و آموزش هایی که داد تونست این اعتیاد رو تا حدودی از شرکت واحد یعنی کنار بزنه و رانندگانی که توی سندیکا حضور پیدا میکردن اولین مسئله برای اون پاکی بود. چرا؟ اگر راننده پاک باشه میتواند از حقوق خودش دفاع بکند و میتواند در جلوی کارفرما عرض اندام بکند یا وایستد یا سینه سفرم، اگر مشکل داشته باشه به حرفا کارفرما از اون ضعف این کارگر استفاده خواهد کرد یا کارگر اخراج میکنه یا اینکه کارگر از ترس اینکه ضعفش جرأت اینکه بخواد از حقش دفاع بکنه نخواهد داشت. بنابراین یک تغییر اساسی که در شرکت واحد به وجود اومد واقعا اون گرم کردن کانون گرم خانواده ها بود، به هم نزدیک کردن خانواده بود. مردی که صبح میرفت شب میومد به جای اینکه جواب سلام همسرش میداد با کشیده به قول جوابش میداد، آقا حال ندارم خستم چون خوارم بوده کشیده دیگه فلان دیگه چی. اینی که این یکی دستاوردی بزرگی بود در شرکت واحد. و مسئله مهمی که حضور راننده زن در شرکت واحد که باعث یک تحول بزرگی بود، البته که زمان آقای قالیباف بوده در حال موقع معروف به سرهنگ گازنبوری، از اون شرایط خانم فرهناز شیری که در پشت اتوبوس بوده برای اینکه بخواد استفاده بکنه تبلیغات برای خودش بکنه، اون موقع هم که حضور شهرداران جهان در تهران بود، این خانم رو از پشت ماشین شخصی خودش کشید آورد شرکت واحد و تبلیغات برای خودش کرد. بعد از اینکه کارش را افتاد و تبلیغات، این خانومی که بجز خودش باعث شده بود که 25 تا زن را آموزش داده بود و رانندگی در اتوبوسرانی شرکت واحد شامل بودند، که خود همین باعث شد که اخلاق و رفتار رانندگان در شرکت واحد تغییر پیدا و نگاه مردم به نسبت به شغل رانندگی تغییر پیدا کرده بود، به عنوان یک شغل ارزشمند نگاه میکردم و الان هم میکنم. بنابراین جا داره که من به خاطر همین فعالیت ها و ایستادگی این شیرزن واحدی که به خاطر پیوستن به سندیکا از کار اخراج شد و همچنان هم رو موضعش واستاده و خواستار بازش به کار است و دوستان دیگه هم که به خاطر فعالیت سندیکایی و حق خواهی بیش از 8 ساله آقایان حسن سعیدی، آقای ناصر محرمزاده، آقای حسین کریمی و خانم فرهناز شیری، خود منم که رضا شهابی که از سال 84 که اخراج بودم تا سال 88 هم فرصت بازگشت به کار گرفتم، متاسفانه 89 دستگیر شدم، یعنی در حقیقت 11 سالی که ما از کار اخراج هستیم و حتی در حقوق انسانی اجتماعیمون محروم هستیم. و از طرف دیگه به خاطر همین فعالیت ها و تأثیر سندیکای شریک و حضور عینی و پراتیک این تشکلی سندیکا، میبینیم که هنوز زندانی که مهر آزادیش پای به قول خوش نشده، دو تا زندانی دیگه حبس دیگه برای اعضای این سندیکا صادر شده. آقای ابراهیم مدنی بعد از 3 سال و نیم که زندان، پیرمردی که به هر حال دوران سختی هم در زندان گذاشته با این سن سال، بعد از آزادی به خاطر برگزاری اول ماه می، 2 روز مونده به اول ماه می، آقای ابراهیم مددی و آقای رضوی شبانه توسط مامورین امنیتی در خونه در جلوی چشمان فرزندان و خانواده دستگیر میشن و 20 روز بازداشت در بازداشت میشن و بعد از 20 روز که آزاد، متاسفانه در دادگاه انقلاب، دادگاهی که یک طرفه، به 5 سال آقای مددی، به بیش از 5 سال 5 سال 3 ماه
زندان محکوم میشه و آقای رضوی به 5 سال که پرونده هاشون در دادگاه تجدید نظر هست و فعلا تا به امروز بیش از 2 سالی که در تجدید نظر است تا به امروز این حکم اعلام نشده. این دلیل داره این حکم اعلام نشده، این به خاطر پایداری و حضور عینی سندیکا و حضور فیزیکی و اعتراضاتی که داره میکنه و حضور مدافعان حقوق طبقه کارگر در اقصی نقاط جهان هست و حضوری که شماها دارین، حضوری که فعالین کارگری دارن، تجمعات میذارن، اعتراض میذارن، سرما گرما پلاکارد بالا میبرن، فضای مجازی رسانه‌ای سر صدا و فلان اینها، به خاطر همین است که الان نمیتونه دوباره کارگر ببره. چرا ببره؟ دوباره این اعتراضات شروع خواهد شد. در مورد معلمان هم همینجوری که برحال آقای لقمان بیشتی شمردن، آقای محمود بشتی لنگرودی، آقای اسماعیل عبدی، آقای محمد حبیبی که دو این چند دو سه ماهی گذشته دوبار دستگیر شد که در شرایط خیلی بدی هم دستگیر کردن و همراه بازر باشد، آقای مختار اسدی و آخرش هم مرسل رضا جشن‌آبادی که یک هفته پیش ما متوجه شدیم که ایشون دستگیر شدن، و از طرف دیگه زندانیان معلمی که آزاد شدن، آقای رسول بوداغی که بیش از 6 سال در زندان بود و در زندان رجای شهر ما با هم دیگه همبند بودیم، انسان شریفی است، جا داره که ازش یاد بکنیم واقعا، و آقای عبدالرضا گنبری استاد ادبیات که بعد از آزادی از زندان هنوز اینها اجازه بازگشت به کار نگرفتن و متاسفانه با وجود شرایط سخت و سخت و تورم افسار گسیخته و گرانی و اینها بدون کار و در شرایط سخت دارن زندگی میکنن و امرار معاش میکنن. و این در نیشکر هفته بعد همینجوری هستی که میبینیم که من تا اونجایی که اطلاع بیدارم دیروز نه پیروز به خاطر 3 ماه حقوق عقب افتاده دوباره اعتراض کردن و تجمع کردن، متاسفانه تجمع اونها رو و آنهای مختلف ها رو متوقف کردن و به خاطر همین که حقوقاشون عقب افتاده تجمع میکنن و اعتراض میکنن، ما ببینیم که کارگران پیشرو مثل آقایان اسماعیل بخشی، آقای کرامت پام، آقای ابراهیم بسحاق و آقای قربان علی پور و آقای علی نجاتی و جلیل احمدی اینها بازداشت میشن و پرونده سازی میکنن و به جز اونها 15 تا کارگر دیگر هم دستگیر میکنن و پرونده سازی میکنن به اینهایی که این کارگر دیگه ترس از این که دوباره حکم بهشون بدن یا اینکه بازداشت زندانی بشن، میبینی که در صدد این هستن که جلوی این اعتراض بگیرن. ولی این معیشت زندگی این حرفا حالیش نیست. امروز کارگران دنبال حق هستند، امروز دنبال کارگران دنبال نان و آزادی کار هستند، امروز کارگران یا مردمی که میریزن تو خیابون اعتراض میکنن به وضع مشیت خودشون و آزادیشون دنبال این نیستن که رأی من کو یا حسین بی حسین، دنبال میگه نان من کو، کار من کو، مسکن من کو، آزادی من کو، آزادی بیانم کو. بنابراین تنها چیزی که بارها گفتم دوباره امروز آخر جلسه هم میخوام یاد بکنم، تنها چیزی که ما رو به هم دیگه میتونه نزدیکتر با وجودی که اختلافات گرایشات و هر چیزی که هست اونها به جا به هر حال اونا پیش میاد و جای بحثش هم هست، اینی که اتحاد همبستگی مدافعان طبقه کارگر داخل و خارج هست و نگاه از پایین به بالا، نه از بالا به پایین. دیدگاه نگاه سکترالیستی عامل بدبختی جنبش کارگری ایران شده. ما باید از این پرهیز کنیم. شاید دولت ها هزینه ها میکنن که ما رو به این خط ببرن، آگاهانه یا ناآگاهانه. ما نباید اسیر این بشیم. ما باید در جهت منافع طبقاتی اومد قدم برداریم و آنچه که لایقه این جنبش طبقاتی داخل یا خارج است باید بهش دست پیدا کنیم. سوال دیگه نیست، مثل این که به آخر جلسه هم هست، من از همه شما عزیزان تشکر میکنم. دست ارزیابی شما از این مسافرت
قابل اینکه وقت خیلی کمه چی با مقامات ITF ITUC. بله البته این سوال رو آقای داوود رضوی سوال پاسخ دادن که حضور ما در سازمان جهانی کار، دیدار با مسئولین سازمان، آقای برناتیو که مال عضو هیئت مدیره سازمان جهانی کار است، ما در سازمان جهانی با آقای اسکار رئیس اتحادیه LO سوئد دیدار کردیم، با آقای لیف رئیس بخش روابط بین الملل LO صحبت کردیم، با اتحادیه، با دبیر کل اتحادیه کارگران خودروسازی ایتالیا صحبت کردیم، دیدار کردیم، با مسئول کارگری اتحادیه کارگری اسپانیا دیدار کردیم، با آقای خانم سارات فینگ مشاور بین المللی، مدیر بین المللی ITF، آقای مکراتا مدیر بین المللی بخش آسیا و یونیسی دیدار کردیم و با نمایندگان کارگران تونس، مصر، فلسطین دیدار کردیم. اینی که این ارزشمند بوده. خارج از اون هم که ما دیدارهایی که در فرانسه داشتیم با کلکتیو سندیکای کارگری فرانسه، CGT، CFTT، اونسا، FSU، سولیدر، با مسئولین ها ما دیدار کردیم، گفتگوهای خوبی بر انجام دادیم. در کنگره شهر رن که CFTT با 1750 نماینده کارگری که اونجا حضور داشتن سخنرانی کردیم و در همونجا با رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارگری جهان خانم شارمباغون ما دیدار کردیم و گفتگو خیلی خوبی بود، صحبت کردیم. با مسئولین مشاور سندیکا اتحادیه کارگری دگبه آلمان آقای پیتر صحبت کردیم در راستای همبستگی جهانی بین سندیکاهای کارگری که تجربه سندیکاهای فرانسه، کلکتیو سندیکاهای فرانسه در خود آلمان هم که با وجود اینکه یک کشور صنعتی هم هستش و ارتباط خوبی هم با کشور ایران داره، میتونه که از طریق این سندیکاها میتونه از منافع کارگران دفاع بکنه. و در خارج حوزه‌ای که ما حالا در با سفری که به LO داشتیم، با ترانسپورت LO، با خود LO، با مسئولین معلمان دیدار داشتیم در خود شهر ژنو نروژ و در خود سوئد هم که الان در خدمت هستیم، ما از دیروز که اومدیم دوستان دیگه برنامه ها و جلسات پشت سر هم گذاشتن که با خود رئیس LO، کومنال، ترانسپورت و ایبتال دیدار داشتیم، جلسات خیلی خوبی داشتیم در خود دفتر محل LO، بعد با مسئولین ترانسپورت و نایب رئیس هیئت مدیره ترانسپورت در خود دفتر سندیکای ترانسپورت گفتگو کردیم و امروز هم با رئیس هیئت مدیره ایگ متال در خود در هتل دیدار داشتیم و گفتگوهایی که تا به امروز انجام شده و ارتباط هایی که با تشکل های بین المللی و سندیکا های بین المللی انجام گرفته، به نظر من در جهت پیشبرد اهداف سندیکایی و مبارزات طبقاتمون کمک خواهد کرد. به هر حال ما کشور ایران عضو سازمان جهانی کار هست، به 8 مقابلنامه سازمان جهانی کار پیوسته و دو تاش که همون مقابله 8798، با وجود اینکه این دو تا مقابلنامه رو نپذیرفته، ولی از آنجایی که عضو 8 مقابلنامه بنیادی کار هست، باید کشورهایی که عضو سازمان جهانی کار هست باید این مقابلنامه رو رعایت بکنه. بنابراین بر اساس این قوانین بین المللی و همین مقابلنامه ها، ما تلاشمون این هست که از طریق نهادهای بین المللی و سازمانهای جهانی کارگری جهانی با گفتگوهایی که با دولت ایران انجام بدن، شرایط کار رو برای ما به قول فراهم بکنن که ما بتونیم تشکل‌های آزاد خودمون رو تشکیل بدیم. البته همونجوری که آقای رضوی گفت، ما هیچ توهمی نسبت به سازمان جهانی کار نداریم. سازمان اینکه جهانی کار کاملا بوروکراتیک ببخشید من دارم. بعد خدمت شما عرض کنم که واسه جامعه میگاری که ازش صحبت میکنه، چنین چیزی نیست. اگر هم چنین چیزی باشه، گل به خودی است، دو به یکی است، ما در همه جا گل میخوریم. بنابراین من اسمش میذارم که وزارت کار جهانی،
بنابراین اما از ظرفیت ها باید استفاده کرد، از قوانین باید استفاده کرد برای پیشبرد اهداف خودم. سپاسگزارم. خیلی ممنون. من یه جمله رو تصحیح کنم. من گفتم 250 برابر، منظورم بود که 250 درصد حقوق رانندگان و کارگران شرکت‌های در سال 85 اضافه شد بر اساس تلاش‌های همه اعضای سندیکا. من یک سوالی این خانم کردن که من جواب سوالو البته دیگه ما فقط جواب میدیم، این نیستش که بگیم باید قبول کنید یا دیگه، خودتون میدونید میتونید به اطلاعات خودتون و اطلاعاتی که موجوده رجوع کنید. سندیکای کارگران شرکت واحد، من قطعا دارم جواب این سوال رو میدم هموطن عزیز، سندیکای کارگران شرکت واحد در قالب اعضای هیئت مؤسسان سندیکاهای کارگری ایران که از جمله پیشکسوتان سندیکاهای قدیمی که تا شاید بعضی هاشون تا همون مثل آقای مهدیون تا آخرین لحظات عمرش فعالیت سندیکایی میکرد، آقای جواد مهرانگوهر، آقای فرهانی و از نقاشان، کفاشان، فلزکاران، اینها در قالب اعضای هیئت مؤسسین اومدن نشستن، امثال ما رو آموزش دادن، امثال تمام اعضایی که برای این سندیکا کار کردن. منطقه یه حلقه اولیه داشت که تشکیل شده بود از همین افرادی که امروز هنوز توی هیئت مدیره بود انتخاب شدن، یه تعدادشون از همینا بودن که اعضای اولیه هیئت مدیره. در اون هیئت مؤسسین سندیکای کارگری ایران آموزش دیدن و توسط اون جلودارترها تونستن توانایی اینو پیدا کنن که با کمک دیگر سندی با دیگر کارگران و رانندگان شرکت بود. من اینو تصحیح میکنم که هیچ کس به تنهایی هیچ کاری نتونسته بکنه، ولی جمعاً ما خیلی نتایج خوبی گرفتیم. سندیکای کارگران شرکت واحد به صورت جمعی به وجود اومد و هیچ کی نمیتونیم بگیم صاحبشه یا به اونجور که دوستم با ما چهره پردازی، شخصیت پردازی اصلا نمی کنیم، چون اینها تماماً به جنبش ما صدمه می کنیم. این سندیکا به این شکل گرفت، با همه فشارهام که امروز تحمل کرده و ایستادگی کرده، حالا فراز و فرود هم بسیار داشته، ولی امروز هنوز پابرجاست. امروز بعد سالها تلاش تونستن اعضای این سندیکا بیان. من یه خیلی کوتاه راجع به هزینه های این سفر بگم. هزینه های این سفر بخش عمدش مربوط شد به دعوت کلکتیو سندیکاهای فرانسوی و تعدادی از هموطنهای خودمون که بسیار اونجا دارن تلاش میکنن و در سازمانهایی مثل ال.او، مثل آی.تی.اف، مثل آی.تی.یو.سی، اینها به عنوان کارمند اونجا دارن کار میکنن. این نیستش که وابسته به جایی چیزی، مثلا بحث اینا نیست. میخوام بگم این نمایندگان که امروز حضور شما هستن با هزینه این سندیکاها اومدن، تمام هزینه هاشون. الان این چند روز که ما اینجا در استکهلم هستیم از مزایایی داریم استفاده میکنیم، هزینه هاش به عهده همین ال.او هست، نهادی که خودتون اینجا میدونید کجا ساختمونش، ساختمون داره، دفتر داره، و از سندیکاهایی که اینجا سندیکای ترانسپورت، متال، اینها هستن و هزینه ما رو اینها دارن پرداخت میکنن. اینکه این سوال بعضی از دوستان بوده، امروز اینجا نبوده این سوال، ولی ما برای اینکه شفاف‌تر بشه بگیم که هزینه هاش رو کلکتیو سندیکا میدن. من به سهم خودم شخصا سپاسگزارم، تشکر میکنم از هموطنان که امروز حضور پیدا کردن اینجا، هرچند که این نشست هم به دعوت سندیکای ال.او بوده و در راستای تشکیل کمک به تشکیلات سندیکایی در ایران بوده
که یک سندیکا بوده و ما زیر مجموعه ITF هستیم. ITF بیش از 5 میلیون عضو داره و حق عضویت سندیکای شرکت واحد خودش داوطلبانه داره پرداخت میکنه. من تشکر میکنم، خیلی ممنون که حضور پیدا کردید. در تکمیل صحبت‌ها و یه رضوی سوالی که گفت چرا حالا مجمع تشکیل دادید و نمیدونم در این شرایطی که مناسب تر از شما میگویید که نمیشود چند نفر از سندیکایی ها در محیط کار. دوستان عزیز، سندیکای شرکت واحد دو بخش، یعنی در دو مرحله میتونیم به حساب تعریف کنیم. سندیکای دهه 80 و سندیکای دهه 90. سندیکای دهه 80 که همینجوری آقای رضوی توضیح دادن، با حضور جمعی رانندگان و در شرایطی که واقعا مطالبات بر هم انباشته شده بود شکل گرفت و حضور داشتن. نه اینکه فرد، اگر با فرد بود، اگر خیلی از این افراد مدعی هستن که 20 سال فعال من فلان جا فلان کاری میکردم، خب 20 سال بعد چرا یک کاری انجام ندادی؟ همین که 4 تا راننده دور هم جمع شدن، 4 تا 10 تا 20 تا یو رسید به 8000 نفر کاریم، بس کار جمعی بوده، شخص نبوده. اما اینکه الان مرحله دوم سندیکا دهه 90 با بگیر و ببندهایی بود که اتفاقاتی که افتاد، شرکت واحد رو باز خصوص سازی کردن، باز خریدی پیش از موعد و بازخریدی و بازنشستگی و خصوص سازی، عملا 17500 نیروی کاری که در شرکت واحد بود امروز رسوندن به 8000 نفر. سندیکا اون موقع 8000 نفر عضو داشت به اون شرایط. بعد از ریزشی که داشته به هر حال سرکوبایی شد، خب طبیعیه دیگه، کارگرا فرار میکنن، میترسن، میرن. اما با استقامت و ایستادگی خودمون گفت نشون دادیم که این کار ادامه داره و همچنان باید پیگیر باشیم. بعد از ما هم همکاران ما که زندان بودیم، همکاران ما فعالینی که می نشستن جلسات گوش میکردن، سکان این سندیکا رو به دست گرفتن، دوباره سندیکا رو احیاش کردن. امروز سندیکای شرکت واحد 6000 نفر عضو داره، با 1000 نفرش فیس تو فیس داره صحبت میکنه. نزدیک به 3 میلیون، 2 میلیون، حالا بالا پایین است، حق عضویت دریافت میکنه. پیک سندیکا بیش از 1000 برگ در شرکت واحد داره پخش میشه. این نشان از پویایی سندیکاست. اگر مجمع نمیذاریم، ما که همیشه اقدام کردیم برای برگزاری مجمع، ما درخواست از وزارت کار کردیم که آقا ما میخواییم مجمع برگزار کنیم، شما که متولی کار هستی، شما که میتونی قانونی باید باشه، از شما جا و مکان برای برگزاری مجمع. آقای وزیرکارا میاد رو اینا صحبت میکنه که مطابق ماده 131 که قانون کار 3 تا تشکل قانونی هست، سندیکایی وجود نداره. بعدم که اقدام میکنیم که میخواییم یه جا جمع بشیم، بلافاصله تلفن ها به کار میفته و عوامل امنیتی انتظامی سریع اون محل محاصره میکنن و با قراردادهای سفید امضا و فلانه که کارگر بخواد اونجا حضور کنه اخراج میکنه. آیا با این شرایط، با این وضعیت میشه مجمع برگزار کرد؟ همین الانش توان برگزاری جلسات خانگی ما رو ندارن. نیرو میفرستن به اسمیر با لباس کارگری توی جلسه سندیکایی که آقای رضوی تو منزل آقای رضوی و جای دیگه. بعد شک کردن، گفتن نه قیافه لارن نمیخوره، نه شکل و شمایل برخورد فلان، اصلا یه چیز. آقا کارت ماموره. خب با این وضعیت ما روبرو هستیم، ما که از خدامونه، ولی ما میخواییم هزینه کمتر داشته باشیم، میخواییم که خودکشی بکنیم. اگر برای اینکه میخواییم از بیخ بزنیم سندیکا رو، از بین ببریم و تشکلهای و کارگران دیگر هم که تشویش شده میخوان سندیکا تشکیل بدن اونها هم از بین بینن، خیلی خوب ما از اینجا رفتیم میگم آهای دودلو سر و صدا بیاین مجمع فلان جا محلش فلان میکن. همون شبانه رضا شعبه، امسال رضا شعبه، همه رو آقای رضوی، آقای مددی فلان رو بر میدارن میبرن. اون چهار کارگرایی که بودن اونها هم از ترسشون دیگه حضور داریم. البته ترس نداریم، بارها ما اعلام کردیم اما نمیذارن. ما اقدام کردیم برای مجمع، برای همین قبل از اینکه سازمان جهانی کار بیایم ما دوباره نامه نوشتیم به وزارت کار، گفتیم آقا ما میخوایم مجمع برگزار کنیم، مکان بدید، جا بدید برای ما. خب نمیدن، برخورد پلیس امنیتی میکنن. با وضعیتی که اتفاقی هست توی داخل کشور واقعا نمیشه کارگر رو
کشید یا کارگر رو مثلا باعث درگیری یا مشکلاتی برای کارگر به بار آورد، واقعا توی نان شبشون موندن، حداقل حقوقی که داره میگه میخواد زندگیشو بگذرونه. ما حالا داریم با همین به قول این دو قدم پیش یک قدم پس هی داریم میریم جلوتر، یواش یواش میریم جلوتر. فقطا روزی سال 84 اسم سندیکا در هیچ روزنامه‌ای نمیاد و هیچ کس جرئت نمیکرد اسم سندیکا رو بیان، اما امروز با اعضای سندیکا مصاحبه میکنن. اعضای سندیکا امروز به عنوان نماینده کارگران شرکت واحد، رانندگان شرکت واحد در شورای شهر با نمایندگان شورای شهر مذاکره میکنن و اونها رو به عنوان نماینده میپذیره و اونجا گفتگو میکنن. نمایندگان سندیکای شرکت واحد به عنوان وکیل کارگران شرکت واحد در هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص ادارات کار حضور پیدا میکنن، در وزارت کار حضور پیدا میکنن و به عنوان نماینده رانندگان صحبت میکنن. اینا دستاورد نیست؟ اگر مجبور بودنی که همه بزنیم همه چی رو از بی خرابش بکنیم، که خب دیگه این چی اصلا دیگه نمیشه. بنابراین اینی که دوستمون سوالی کردی چرا الان در محیط، بله تمام اعضای رانندگان شرکت واحد در محیط کار هستن و جلسات مستمر همون امروز که آقای رضوی کردن نزدیک بیش از 20 نفر فکر کنم توی جلسه هیئت مدیره حضور داشتن اونجا. اینجوری هم نیستش که میبینی که به هر حال از هر منطقه دو نفر میان اونجا به گزارش منطقه‌شو توی هیئت مدیره میدن، بعد از طریق اینها این خبرها بین هستایی که توی مناطق و سامانه هست منتقل میشه. بنابراین ارتب سندیکای شرکت واحد بر پایه پشتوانه همون رانندگان شرکت واحد و کارگران امروز وایستاده و همچنان اون خواهد ایستاد و تشویق خواهیم کرد که تشکل‌های دیگر و کارگران دیگر هم و همچنین راه روشی که ما داریم میدیم در جهت ایجاد تشکل تلاش کنن و فعالیت بکنن. سپاسگزارم. وقت داره تموم میشه، اما من در جواب سوالات یکی از دوستان که در مورد وضعیت کلی خاورمیانه و موضع تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران در برابر همین وضعیتی که در خاورمیانه هست پرسیده بودن، من یک نکته رو بگم. یک چیز واقعیت داره، اونم اینه که جنبش کارگری و جنبش معلمان هیچ منافع مشترکی با سناریویی که سیستم سرمایه‌داری جهانی در خاورمیانه میخواد پیاده کنه هیچ گونه منافع مشترکی نداره. همزمان که منافع مشترکی هم با سیستم‌های حاکم در کشورهای خاورمیانه وجود نداره بین طبقه کارگر و سیستم حاکم در خاورمیانه. بنابراین هر جریانی، هر حزبی که بخواد خودشو به عنوان نماینده طبقه کارگر، نماینده معلمان، زنان، طبقات فرودست جامعه ایران جا بده و به اصطلاح بخواد در راستای رسیدن به پروژه رژیم چنج به اصطلاح آمریکایی قدم برداره، طبقه کارگر ایران با این مسئله نیست. چون طبقه کارگر اگه قدمی میخواد برداره، اگه مبارزه‌ای میخواد بکنه، طبیعتاً میخواد یک جامعه‌ای بسازه که بهتر از وضعیت موجود باشه. ما می‌بینیم که مبارزاتی که در شمال آفریقا شروع شد، به اصطلاح بهار عربی که به معنای واقعی محصول ضرورت‌های جامعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود، دیدیم که دخالت‌های امپریالیستی چه این مبارزات رو به چه تراژدی رسوندن و طبیعتاً طبقه کارگر ایران مبارزات مستقل خودش رو پیش میبره برای ساختن دنیای بهتر و هیچ توهمی هم به رژیم چنج آمریکایی نداره. متشکرم و ممنون که حوصله کردید. سپاسگزارم. ممنون دوستان، دستتون درد نکنه. از همه شما تشکر میکنم، دست همه شما را میفشارم به امید آزادی، به امید اینکه یک طبقه آزاد و در کنار همدیگه بشه. Vai a nuevo pedido de